زمستان سال 1933 برلین پوشیده از برف بود. کارگرها برف خیابونها رو کنار پیادروها پس زده بودند. بعد از چند هفته برف های تلمبار شده خاک سری و کسیف شد. عواست زمستان بود و برف ها کم کم آب می شد. آنا با دوستش السبت از مدرسه به خونه برمیگشت. هر دوشون لباسای گرم پوشیده بودن با کلاه و شالگردن پشمی صورتشون رو پوشونده بودن بند چکمه محکم بسته بودن و روی برفای آب شده میپریدن آنا نه سالش بود و از همسن و سالهاش ریزه میخواست به مغازه نوشت افزار بره و مداد شمعی بخره وسط راه السبت ایستاد و به پستر قرمزی نگاه کرد بدون اینکه چشم از پستر برداره به آنا گفت بازم عکس همون مرده که شکل چارلی چابلینه دیروزم خواهرم یه عکس ازش دیده بود آنا با چشمای درشت و سبزش نگاهی به عکس کرد و گفت اصلا هم شبیه چارلی چاپلین نیست فقط مدل سیبیلا شبیه اونه با هم زیر عکس و خوندن آدولف هیتلر السبت کلاه پشمی رو از سرش برداشت موهای رو مرتب کرد و گفت میخواد همه تو انتخابات بهش رأی بدن آنا لپاشو گزید زیر لب گفت میگن میخواد نذاره یهودی ها کار کنن اسپت گفت تو که یهودی نیستی اگه بودی شنبه ها کنیسه میرفتی آنا جواب داد پدرم میگه هستیم فقط خیلی پایبندش نیستیم زیاد کنیسه نمیریم السبت با دقت به دوستش نگاه کرد و گفت فکر میکردم یهودیا دماغشون گوز داره تو که دماغت صافه برادر دماغش قوز داره؟ آنا گفت نه فقط خدمتکارمون برتا دماغش قوز داره واسه اینکه یه بار از قطار افتاده آنا دست الس به تو گرفت و با هم دویدن در فلزی مغازه رو باز کردن فروشنده دستش رو روی پیشخون شیشهی گذاشته بود و با زنی صحبت میکرد آنا همسایشون خانم لمبک و شناخت خانم لمبک سرشو تکون میداد و پشت سر هم میگفت چه زمانه ای شده چه زمانه ای فروشنده گفت بله خیلی وحشتناکتر از ده سال پیشه که جنگ بود فروشنده آهی کشید به آنا و السبت نگاهی کرد و گفت دختر قشنگ چی میخواین؟ خانم لمبک تا آنا رو دید گفت آنا کوچولو پدرت خوبه؟ من همه کتابا و مقاله هایی که تو روزنامه چاپ میکنه رو میخونم صحبت های رادیوش هم گوش میکنم تو این شرایط هممون به پدرت نیاز داریم آنا گفت پدرم سرما خورده خانم لمبک دستش روی رو دهنش گذاشت و آه عمیقی کشید به آنا دکتری معرفی کرد سفارش کرد اسم و نشونی دکتر رو به پدرش بگه آنا تشکر کرد و از فروشنده یه بسته کوچیک مدادشم شمعی خرید بیرون مغازه ارسبت پرسید آنا پدر مشهور داشتن خوبه؟ آنا شونه هاشو بالا انداخت آره چون پدرم تو خونه کار میکنه و ما خیلی میبینیمش کلی هم بلیت مجانی تئاتر برامون میفرستن تازه یه دفعه هم روزنامه با من و برادرم مصاحبه کرد از من و برادرم پرسیدن چه کتابی دوست داریم برادرم هم گفت کتابای هیجان انگیز زنگری فرداش همه ای کتابای زنگره رو براش فرستادن السبت آهی کشید و گفت خوش به حالت. کاش پدر منم معروف بود آنا گفت خب خودت معروف شو من که فکر نکنم هیچ وقت معروف شم میدونی وقتی پدر آدم معروف شه دیگه خود آدم معروف نمیشه تو تا حالا دو نفر معروف توی خونواده دیدی؟ دخترها به خونه آنا رسیدن السبت تا چشمش به همپی پرستار آنا و برادرش مکس افتاد گفت وای به نهار نمیرسم السبت دوید طرف خونشون همپی از وقتی آنا و مکس بزرگ شده بودن کارای خونه رو انجام میداد تا آنا رو دید زد تو و السبت خیلی پر حرفی می کنی. تو خونه همپی شال و کلاه آنا رو در آورد آنا از اتاق نشیمن صدای پیانو شنید از همپی پرسید مادر خونه است؟ همپی سرش رو تکون داد. آره برو دستاتو بشور تا نهار سرد نشده. آنا از پله های فرش شده خونه بالا رفت. آفتاب از پنجره روی نرده های چوبی افتاده بود. آنا در دستشویی رو باز کرد. مکس زودی دستاش رو پشتش گرفت. تا چشمش به آنا خورد نفس راحتی کشید و گفت تویی؟ فکر کردیم یکی از بزرگترا اومده. آنا گانتر رو کنار دردید. گانتر دوست صمیمی مکس بود. هر روز خونشون بود با مکس و آنا درس میخوندن و بازی میکردن پدر گانتر چند ماه پیش از کار بیکار شده بود آنا از مکس پرسید چی کردی؟ مکس پارچه سرخی رو به آنا نشون داد و گفت امروز تو مدرسه یه دعوای حسابی داشتیم دعوا بین سوسیالیستا و نازیا آنا شیر روشویی رو باز کرد دستاشو شست و پرسید سوسیالیست و نازی دیگه چیه؟ مکس به گانتر نگاه کرد و پوزخند زد به آنا گفت فکر می کردم بچه های همسن و سال تو هم اینا رو بدونن نازی ها کسایی هن که تو انتخابات میخوان به هیتلر رأی بدن ما هم سوسیالیستیم به حزب مقابل هیتلر رأی میدیم آنا دستش رو با حوله سفیدی خوش کرد و گفت ولی شما دوتا فقط دوازده سالتونه نمیتونین رأی بدین گانتر گفت پدرامون که میتونن آنا ببین شلوارم چی شده آنا نگاهی به سر زانوی پاره شده گانتر انداخت بده همپی برات بدوزه مکس گفت باید میدیدی ما دوتا چجوری نازیا رو زدیم یکیشون رو انداختیم زمین و علامت روی لباسش رو کندیم آنا به برادرش گفت میشه علامت رو ببینم مکس تیکه پارچه قرمزی به آنا داد که به سیاهی روش دوخته شده بود گانتر گفت بهش میگن سواستیکا همه نازی ها از اینا به لباسشون میدوزن آنا رو به مکس پس داد حالا باش چی کار میکنین؟ مکس به گانتر گفت میخوای برای تو باشه؟ گانتر دستشو تکون داد و گفت نه مادرم گفته نزدیک نازیا نشم میگن خطرناکن اگه به فهم این کارو کردیم حسابی دوام میکنه مکس هم با بیزاری به علامت نگاه کرد و گفت منم نمیخوامش مکس علامت رو توی توالت انداخت و سیفون رو کشید. بچه ها با صدای همپی به خودشون اومدن. همپی پایین پله ها دستش رو به کمرش زده بود و گفت غذا سرد شد. همپی بچه ها رو به آشپزخونه برد. صدای پیانو از اتاق کناری قطع شد. مادر به آشپزخونه اومد و گفت سلام بچه ها. گانتر چطوره؟ مدرسه خوش گذشت؟ بچه ها ماجراهای مدرسه رو تعریف کردند. مادر اسم تمام معلم ها رو بلد بود. گانتر و مکس تعریف کردن معلم جغرافیشون عصبانی بوده. مادر چشمای آبیش رو ریز کرد و گفت با آتیشی که هفته قبل سوزندین باید هم عصبانی باشه. مادر با دقت به حرفای بچه ها گوش میداد. با حوصله و آروم هم صحبت می کرد. همون لحظه برتا اومد تو آشپزخونه و گفت خانم یکی پای تلفن آقا کار داره. مادر چنگالش رو انداخت توی بشقاب و بلند شد. مادر و برتا از آشپزخونه بیرون رفتن. آنا از همپی پرسید: حال پدر خوبه؟ همپی روبروی بچه ها نشست و گفت: آره عزیزم، تبش پایین اومده. بچه ها از پشت میز بلند شدن. برتا میز رو جمع کرد. همپی به شلوار گانتر نگاه کرد و گفت: اینو دیگه نمیشه دوخت. مکسی شلوار داره که براش کوچیک شده ولی اندازه توه برات میارمش آنا به برتا کمک کرد و روی میز دست مال کشید. یهو یاد توصیه خانم لمبک افتاد. به اتاق پدرش دوید. در اتاق باز کرد و گفت پدر خانم لمبک. مادر داد زد آنا داریم صحبت می مادر روی صندلی کنار تخت نشست. پدر با رنگ پریده به بالشش تکیه داده بود. هر دوشون ناراحت بودن. پدر با مهربونی به آنا گفت بعدن به هم بگو. آنها از اتاق بیرون رفت و در و بست. به اتاقش رفت. گوشه از اتاق تخت و میز تحریر خودش بود و گوشه ی دیگه تخت و میز مکس. از حیات صدای بازی مکس و گانتر می اومد. آنا پاکت کوچیک مداد شمعیش باز کرد. سرنگ صورتی، نارنجی و آبی داشت. مداد آبی رو برداشت. یاد داستانی که معلمشون از دریا نوردی تعریف کرده بود افتاد. آنا توی دفترش نقاشی دریا رو کشید. تا غروب آفتاب سرگرم نقاشی بود. همپی به اتاقش رفت و چراغ روشن کرد. آنا پای سیب درست کردم میخوری؟ آنا نقاشیشو به همپی نشون داد و گفت میشه اول اینو به پدر نشون بدم؟ همپی خندید. <applause> معلومه عزیزم. آنا به اتاق پدر رفت. پدر توی تخت نشسته بود. ماشین تحریرش رو روبروش گذاشته بود. دور تا دورش هم کتاب و کاغذ بود. پدر رنگ پریده و بیحال بود اما تا آنا رو دید خندید. آنا پیغام خانم لمبکو داد. بعد نقاشی و نشونش داد و شعر جدیدش رو خوند. پدر سرفه کرد و گفت آنا حالا چرا شعرهای شاد نمیگی؟ آنا کنار پدر روی تخت نشست. آخه معلمم داستان کشتی رو تعریف کرد که غرق شده منم شعر همونو گفتم پدر صداشو صاف کرد و گفت <تصفح> باشه درباره هرچی دوست داری بنویس یادت باشه هیچکس نباید به کسی بگه چی بنویسه و چی ننویسه تلفن زنگ خورد پدر گوشی رو برداشت درباره اتفاقایی که توی شهر پراگ افتاده بود حرف میزد. های پدر برای آنا جالب نبود جلوی کتابخونه بزرگ پدرش رفت و غرق تماشای کتاب ها شد. پدرش تلفن رو قطع کرد. آنها از صدای صرفه های پدرش برگشت. پدر گفت دخترم دیگه برو. آنها نقاشیش رو برداشت و به طبقه پایین رفت. تا آخر شب با برادر شطرنج و مارپله بازی کرد. صبح روز بعد قبل از اینکه به مدرسه بره در اتاق پدر رو باز کرد. روی تخت ماشین تحریر بود و یه عالم کاغذ ولی پدر رفته بود آنا نگران شد نکنه اتفاقی برای پدر افتاده باشه که شبانه برده باشنش بیمارستان بیرون اتاق همپی رو دید همپی لبخندی زد و گفت نگران نباش پدرت رفته مسافرت آنا دنبال همپی از پله ها پایین رفت پدر که حالش خیلی بد بود تب داشت آنا نگران نباش آنا با صدای مادر برگشت. مادر با لباس راحتی جلوی در اتاقش ایستاده بود. عزیزم پدر حالش خوبه. مکس از پایین پله ها به مادر و آنا نگاه کرد. چی شده؟ مادر از پله ها پایین اومد. دست آنا و مکس رو گرفت و با هم به آشپزخونه رفتن. از همپی خواست صبحانشون رو آماده کنه. مادر صندلی آشپزخونه رو کنار کشید و روش نشست. مکس و آنا هم روبروش نشستند. مادر با همون لحن آروم همیشگیش گفت بچه نیمه شب کسی به پدرتون تلفن زد و گفت احتمال اینکه هیتلر توی انتخابات برنده بشه زیاده پدرت فکر میکنه اگه هیتلر برنده انتخابات بشه اوضاع برای ما خیلی سخت میشه برای همین خودش به پراک رفته تا نتیجه انتخابات معلوم بشه مکس گفت پدر برای اینکه هیتلر ما رو نمیخواد رفته مادر گفت هم برای این هم برای اینکه اگه هیتلر توی انتخابات برنده بشه برای پدر که نویسنده از سخت میشه چون هیتلر دوست نداره کسی برخلاف نظرش چیزی بگه پدر وقتی سوسیالا تو انتخابات برنده بشن و هیتلر و حزب شکست بخورن برمیگرده آنا قهوهش مزه مزه کرد و گفت اگه هیتلر برنده ی انتخابات بشه چی؟ مادر سری تکون داد و گفت در این صورت ما میریم پیش پدر مکس هیجان زده گفت میریم پراگ؟ نه مکس میریم سوئیس. اونجا آلمانی صحبت میکنن شما مدرسه میرین و پدرتم مینویسه فکر زندگی توی کوهستانهای سرسبز سوئیس آنا رو سر زوق آورد مادر آروم گفت فقط از این موضوع هیچ کس نباید با خبر بشه به کسی چیزی نگین اگر کسی از پدر پرسید بگین سرما خورده و توی خونه استراحت میکنه مکس لغمه یک کره مربای توی دهنشو قرد داد و گفت به گانتر مادر خیلی جدی گفت نه به گانتر چیزی میگی نه به السپت برای اینکه ممکنه پلیس ما رو اذیت کنه و نذاره بریم پیش پدر آنا با چشمای گرد پرسید چرا پلیس باید این کار رو کنه؟ دخترم برای اینکه خیلی از پلیس ها عضو حزب نازی بچهها بچه ها شاید الان این حرفها براتون سخت و سنگین باشه فقط نگران پدر نباشین و توی مدرسه راجب مسال خونه هیچ حرفی نزنین آنا و مکس رفتن مدرسه توی مدرسه آنا مدام نگران بود السبت و بقیه دوستاش چیزی از پدرش بپرسن اما همه سرگرم کارهای خودشون بودن آنا نفس راحتی کشید. تا چند روز همه چیز مثل سابق بود تا اینکه یه روز نامه ای از پدر به دستشون رسید. توی نامه نوشته بود حالش خوبه و توی پراگ توی هتلی مستقر شده. همه خیالشون راحت شد. آنها از اینکه ممکن بود به سوئیس برن هیجان زده بود. برعکس برادرش که دوست نداشت آلمان و دوستاشو ترک کنه و به جای دیگه ای بره. آخرین هفته وقتی آنا و مکس توی خیابون با بچه های همسایشون بازی میکردن برف بارید. آنا و مکس دونه های درشت برف رو تماشا میکردن. مکس گفت اگه برف زودتر میبارید قبل تاریک شدن هوا میرفتیم سورت سواری. پسر همسایه که یکی دو سال از مکس بزرگتر بود گفت تو شبم سورت سواری خوش میگذره. بریم؟ بچه ها به خونه هاشون رفتن تا اجازه بگیرن مادر گفت به شرط اینکه لباس گرم بپوشین و ساعت هفت خونه باشین آنا و مکس دستکش و شال و کلاه برداشتن و با سورتمه بیرون رفتن توی کوچه هر دو دوست منتظرشون بودن بچه ها سورتمه ها رو, رو روی برفا به طرف خیابون کناری کشیدن توی سراشیبی برفای تازه و خشک روی هم تلمبار شده بود شاخه های درخت کاج از برف سنگین شده بود و آویزون. بچه ها کله هاشون رو پایین تر کشیدن. روی سورتمه هاشون نشستن، تکونی به خودشون دادن و سورتمه ها از شیب تند سرازیر شد. آنها از هیجان و خوشحالی جیغ میزد و میخندید. باد دونه های درشت برف و به صورتش میزد. بچه ها دوباره سورتمه رو بالا کشیدن. این بار روی سورتمه خوابیدن. آنا لباسش خیس شده و سرما به بدنش نفوذ کرده بود. بچه ها چند دور دیگه بازی کردند تا اینکه هوا تاریک شد. مکس گفت ساعت چنده دیر نشه. اینقدر بهشون خوش گذشته بود متوجه نشده بودند چند ساعت بازی میکنن. بچه ها سورتمه ها رو کشیدن و به خونه هاشون رفتن. توی راه برگشت آنا چند قدم از بقیه جا موند. از سرما میلرزید. توی دستش ها میکرد و صورتش از بخار دهنش کمی گرم میشد مکس و آنا توی خونه صدای امو جولیوس رو شنیدن. امو جولیوس دوست صمیمی پدر بود و تازه از پراگ برگشته بود. امو جولیوس آنا و مکس رو بغل کرد. بچه ها قرار فردا بریم زوریخ و پدر رو ببینیم. مکس خودش رو کنار آنا جلوی شومی نجا داد. انتخابات که هفته بعده. امو جولیوس گفت. خب پدرت کمی نگرانه مادر گفت پدر فکر میکنه ممکنه جلوی خروجمونو بگیرن مکس شونه بالا انداخت اگه نازی و انقدر از ما متنفرن باید از اینکه از کشور میریم بیرون خوشحالم باشن امو جولیوس گفت درسته منم دلیل این همه احتیاط رو نمیفهمم بعد رو به مامان کرد و گفت شوهرت از هر لحاظ نظیره، هیچ وقت به حرفاش شک کم نکردم ولی توی این مورد وسواس زیادی به خرج میده. مادر سرش رو تکون داد و گفت به چشم تعطیلات بهش نگاه میکنیم. فقط شش ماه میریم زوریخ و بعد هممون به خونمون بر میگردیم. امو جولیوس حرف مادر رو تایید کرد. بعد به آنا و مکس گفت بله برین تعطیلات و وقتی برگشتین برلین با هم میریم باقه وحش. امو جولیوس عاشق حیوانا بود. هر هفته یا میرفت باغ وحش یا جنگل. امو جولیوس خداحافظی کرد و رفت. مکس ناراحت به آنا گفت این هفته آخرین هفته ی مدرسه بود. بعد از تصمیم برای رفتن همه چیز خیلی زود جمع و جور شد. مثل فیلمی روی دور تند. مامان یا بیرون بود یا توی خونه با تلفن حرف میزد. یه سری از وسایل رو میفروخت و یه سری دیگر رو بسته بندی میکرد. شبیه با صدای ماشین های آتش نشانی از خواب بیدار شدند. ده ماشین آتش نشانی از جلوی خونشون رد شدن. صبح روز بعد فهمیدن ساختمون مجلس آتیش گرفته. نازی ها با ادعای اینکه اعضای حزب تونستن آتیش رو خاموش کنن خودشون رو محق برنده شدن توی انتخابات می دونستن. هرچند مادر گفت آتیش سوزی کار خود نازیا بوده. هر روز که میگذشت خونه خلوتتر میشد. یه روز کتابای کتابخونه رو تو جبه میذاشتن روز دیگه وسایل آشپزخونه رو اما جولیوس هم هر روز بهشون سر میزد سختترین تصمیمی که آنا و مکس باید میگرفتن این بود که کدوم اسباب بازیشون رو بردارن مادر بهشون گفته بود خیلی جا ندارن و فقط دو سه تا کتاب و یه اسباب بازی بردارن آنا بین خرگوش صورتیش عروسکی که از بچگی باهاش بازی میکرد و سگ پشمالوی جدیدی که هنوز باهاش بازی نکرده بود شک داشت. مادر قول داد از با رو بعدها براشون میفرستن. آنام تا کتاب، دفتر نقاشی و مداد شمیاش و سگ پشمالو رو توی چمدون جا داد. آخرین روزی که توی برلین بودن، آنا و مکس رفتن مدرسه. آنا از خدا خداحافظی کرد. خداحافظی از چیزی که فکر می کرد راحت تر بود به دوستش گفت السبت ما باید بریم سوئیس. السبت و آنا از کوهای سرسبز و قشنگ آلپ حرف زدن السبت گفت خوش به منم دوست دارم برم سوئیس. زنگ آخر آنا به معلمش گفت از فردا مدرسه نمیاد خانم معلم برخلاف تصور آنا تعجب نکرد سرش رو تکون داد و صورت آنا رو بوسید بله آنا متوجه هم امیدوارم زود برگردین موقع نهار گانترم همراه مکس اومده بود خونه مکس پکر بود بعد از نهار ستایی قایم با شک بازی کردن و پشت کارتونا قایم شدن دم رفتن همپی به گانتر بسته لباس داد تا به مادرش بده گانتر با مادر و همپی و آنا خداحافظی کرد مکس همراه دوستش تا خونشون رفت وقتی برگشت چشماش سرخ شده بود دقیقه های آخر آنا از همپی جدا نمیشد. ازش پرسید همپی کی میای پیش ما؟ همپی گفت مادرت برای دو هفته دیگه برام بیلیت گرفته آنا پیشبند سفید همپی رو گرفت و گفت ای کاش همه با هم می رفتیم همپی لباس بچه ها رو مرتب کرد جوراب آنا رو بالا کشید آخرین دکمه پیرهنش رو بست آنا سرفه می کرد و کمی احساس سرماخوردگی داشت. همپی دو تا دستمال توی جیب آنا، دو تا هم توی جیب مکس گذاشت. نفس عمیقی کشید و گفت آه، اگه یه روز ولتون کنم معلوم نیست به چه روزی می آنا گفت ولی تو که زود میای. آره ولی مطمئنم تا دو هفته دیگه خیلی چرک میشین. مکس به آنا گفت بیا از خونم خدافزی کنیم. با هم به طبقه بالا رفتن. از نظر آنا خونه خیلی تغییر کرده بود. انگار دیگه خونه خودشون نبود. بچه ها راه می رفتن و صداشون توی خونه خالی بدون وسیله می پیچید. از پله ها پایین اومدن. آنا به آشپزخونه رفت و همپی رو بغل کرد. قول بده زود بیای. همپی موای آنا رو نوازش کرد. کلایش رو سرش گذاشت و گفت دو هفته دیگه پیشتونم. جلوی در مادر به همپی گفت یادت نره فردا میان برای خرید پیانو مادر با همپی و برتا خداحافظی کرد برتا گریه میکرد و براشون آرزوی سفری خوش کرد مرد باغبونم رسید و ازشون خداحافظی کرد مادر و آنا و مکس سوار تاکسی شدند هنوز در تاکسی رو نبسته بودند که گانتر از دور مکس و صدا زد تاکسی روشن شد و گانتر از پنجره به مکس بسته ای داد و گفت از طرف مادرشه. تاکسی حرکت کرد. همپی و گانتر براشون دست کن دادن. هرچی تاکسی جلوتر می رفت، گانتر و همپی و خونه کوچکتر می شدن. تا اینکه تاکسی از پیچ خیابون گذشت و همه چیز از نظر آنا و مکس محو شد. سفر بدون همپی برای آنا عجیب بود. آنا همیشه توی قطار حالش بد میشد و برای همین همپی پاکت همراهش بود. آنا نگران شد مادر با خودش پاکت نیاورده باشه. توی قطار مکس و آنا کنار پنجره نشسته بودن و بیرون رو نگاه میکردن. هوا بارونی و گرفته بود. مادر به نقطه نامعلومی خیره شده بود. سفر طولانی بود. آنا و مکس برای اینکه حوصلهشون سر نره با هم بازی میکردن. شهر به شهر کوپشون خالی میشد و دوباره مسافر سوار میشد. هر ایستگاه لحجه مسافر را تغییر میکرد و اینجوری میفهمیدن به جنوب آلمان نزدیک میشن. مادر گفت اگه فصل بهار بود شکوفه های باغ سیب و تماشا می کردیم. پنجره خیس بارونی تصویر واضحی از درختها رو منعکس نمی کرد. نهار آنا و برادرش سوسیس و سیب زمینی سرخ شده خوردن، کمی توی راه رو بازی کردند که آنا سرش گیج رفت. به کوپه برگشتن. مکس بسته گانتر رو باز کرد. یه اسباب بازی بود و یه کتاب. توی صفحه اول کتاب مادر گانتر نوشته بود روزی انسانهای بزرگی می شوید. ممنون از تمام مهربانی هایتان. کتاب زندگی نامه انسانهای معروف بود. آنا شروع به خوندن کرد. متن کتاب کسل کننده بود. تمام آدمای معروف زندگی و کودکی خیلی سختی داشتن. آنا با خودش گفت شاید برای همین معروف شدن. سفر طولانی بود. آنا خسته بود. آرزو کرد زودتر برسن و روزی آدم معروفی بشه. مادر شونه آنا رو تکون داد. عزیزم بلند شو. رسیدیم ایستگاه اشتودگارت. آنا از خواب پرید. رو تنش کرد و پشت سر مادر و مکس از کوپه بیرون رفت. توی ایستگاه با برادرش روی نیمکت چوبی نشست. بارون به شیشه سقف ایستگاه میخورد. مادر دنبال تاکسی رفت. وقتی برگشت، نفس عمیقی کشید و گفت: آه، راننده ها برای انتخابات اعتصاب کردن. ماشینی پیدا نکردم. مادر دستش رو به کمرش زد و اضافه کرد: اون طرف خیابون یه هتل امشب اینجا میمونیم و فردا دوباره با قطار میریم مادر چند تا ساک از انبار بار ایستگاه قطار برداشت آنا احساس کوفتگی میکرد پشت سر مادر و مکس راه میرفت و ساک کوچیکی که دستش بود به پاهاش میخورد توی هتل شامشون رو خوردن و آنا به تخت خواب رفت زود خوابش برد صبح روز بعد هوا تاریک بود که مادر بیدارشون کرد آنا خوب خوابیده بود و حالش بهتر بود اما مکس از اینکه صبح خیلی زود بیدار می شدن کلافه بود. سر میز صبحانه مادر گفت بچه ها امروز از آلمان خارج میشیم. خوب گوش کنین چی میگم. وقتی میخوایم از مرز رد بشیم یه معموری میاد و گذرنامه رو نگاه میکنه. وقتی معمور اومد هیچ حرفی نمیزنین تا وقتی که بره. خب؟ آنا پرسید. چرا؟ مکس دستش زیر چونش گذاشت و بیحسله گفت. چون از دخترای وراج خوششون نمیاد مادر گفت چون فامیلی پدر چناخته شده است نباید توجهشون رو جلب کنیم صبحانه خوردن و دوباره به ایستگاه رفتن قطار خلوت بود یکی دو ایستگاه بعد آفتاب تلو کرد زن موسنی توی کوپشون نشست. مکس بد اخلاق و اخمو به بیرون خیره شده بود. پیرزن نون و سوسیس میخورد. چیزی هم توی سبد حسیری در بستش تکون میخورد. مادر توی کیفشون نگاه کرد. میخواست مطمئن بشه پاسپورتا سر جاشونن. بعد کیفشون محکم به خودش چسبوند و از پیرزن پرسید رسیدیم سوئیس؟ پیرزن سرشو به علامت نه تکون داد. چند دقیقه بعد قطار توی ایستگاهی توقف کرد. با توقف قطار مادر بلند شد و از پنجره نگاهی به بیرون انداخت دوباره چیزی توی سبد حسیری پیرزن تکون خورد پیرزن گفت ایستگاه مرزیه مادر روی صندلی نشست و یه بار دیگه به بچه ها نگاه کرد آنها معنی نگاهش رو فهمید و آروم سر جاش نشست صدای پای مردی نزدیک شد مرد وقتی به کوپه ها می رسید می گذرنامه صدای پا نزدیک شد مرد درشتی با سیبیلای بور در کوپه رو باز کرد گذرنامه مرد اول گذرنامه پیرزن رو گرفت و مهر زد مادر گذرنامه ها رو از کیفش در آورد و به معمور داد معمور عکس گذرنامه رو با صورت مادر تطبیق داد و مهر زد بعد هم گذرنامه های آنا و مکس و مهر زد از کوپه که بیرون رفت مادر نفس عمیقی کشید آنها به پای برادرش زد و گفت دیدی چیزی نشد؟ مادر به آنا چشم غوره رفت. آنا به پیرزن و سبد حسیریش نگاه کرد و صورتش سرخ شد. قطار حرکت کرد. مادر چشم از پنجره بر نمی داشت. چند دقیقه بعد پیرزن با خوشحالی گفت اینم از وطن قشنگ من سوئیس. مادر نفس عمیقی کشید و چشماشو بست. آنا که خوشحالی مادرشو دید خیالش راحت شد. دوباره صدای خشخش سبد حسیری بلند شد. آنا از پیرزن پرسید: "چی تو سبدتونه؟" مادر دست آنا رو گرفت و از پیرزن عذرخواهی کرد. پیرزن سر تکون داد و گفت: "اشکال نداره، گربه قشنگم تو سبده." پیرزن در سبد رو باز کرد. گربه خاکستری پشمالویی رو بیرون آورد. آنا ناباورانه از پیرزن پرسید: چی؟ گربه چشماشو بست و خودشو توی بغل پیرزن جا داد. آنا و مکس خندیدن. مکس دیگه خوشحال بود و میخندید. پیرزنم با بچه ها میخندید. وقتی به ایستگاه رسیدن و از قطار پیاده شدن، آنا و مکس میو میو میکردن و میخندیدن. توی ایستگاه قطار از دور پدر رو دیدن. پدر با پالتوی بلند و روزنامه به دست منتظرشون بود. پدر توی بهترین هتل زوریخ اتاق گرفته بود هتل بزرگ و پر از چراغ بود سالنش با مجسمه های طلایی و پرده های مخملی تزئین شده بود مکس و آنا تو هتل چند نو شیرینی و دو مربا خوردن مادر برای پدر توضیح میداد این چند وقت چه کارا کرده گاهی هم مکس و آنا وسط حرفش می پریدن. گفتن یا زیاد بود آنا به پدر گفت تو نمایش آخر سال نقشه شاهزاده رو به من دادن ولی خب ما اومدیم اینجا پدر لبخند زد مهمینه پیش همیم و جامون امنه مکس به پدر گفت ممکنه نازیا انتخاباتو نبرن و ما زود برگردیم خونه؟ پدر سر تکون داد میدونم ولی امو جولیوس هم نظرش همین بود تو مدرسه هم خیلی سوسیالیست بودن شاید ما زیادی هیتلر رو بزرگ کردیم شاید هیچ وقت صدر ازم نشه پدر لبخندی زد و گفت خب هر چیزی ممکنه آنا از چهره پدر میفهمید با حرف مکس مخالفه مادر لبخندی زد و گفت این حرفا کافیه مهم اینه که ما کنار همیم مادر به پدر نگاه کرد زوریخ قشنگه؟ پدر لبخند زد و گفت خیلی باید بهتون نشون بدم آنا خوشحال از پشت میز بلند شد و پالتوشو پوشید جلوتر از همه راه افتاد پدر دست آنا رو گرفت اول رفتند بالای تپه تا سوار تلکابین بشن آنا تا حالا سوار تلکابین نشده بود از قشقش و سر و صداش کمی ترسید شهر و دریاچه از بالا کوچیک شده بودند پشت کوه از تلکابین پیاده شدن تا هتل قدم زدن و دیدنیهای شهر را نگاه کردند. آبریزش بینی آنها قطع شده بود ولی گلو درد شدیدی داشت. از کنار دریاچه که رد شدن از پدر پرسید میشه سوار اون کشتی شد؟ پدر با مهربونی گفت بعد از اینکه خوب نهار خوردی سوار میشیم. آنا کمی سرش گیج رفت و به پدرش تکه داد. مادر گفت آنا حالت خوبه؟ آنا که نمیخواست گردش با کشتی رو از دست بده گفت آره خوبم بعد از نهار مکس از فروشگاهی برای گانتر کارت پستال گرفت با هم سوار کشتی شدن آنا روی عرشه به زیبایی دریاچه و شهر زوریخ نگاه کرد به برادرش گفت زوریخ قشنگ یا برلین مکس دستش رو توی جیب پالتوش کرده بود مثل پدر سرش رو کمی تکون داد و گفت خب برلین وطنمونه برای من با همه جای دنیا فرق داره ساعتی توی ترافیک دریایی پشت بقیه قایق‌ها و کشتی ها موندن توی این مدت آنا به کوه‌های زیبای اطراف شهر نگاه می کرد. اما تو راه برگشت به هتل سرش گیج می رفت و دوست داشت بخوابه تا به اتاقشون رفتن روی تخت دراز کشید و خوابید روز بعد تا چشماشو باز کرد نور آفتاب به چشمش خورد. مکس با پیژامه روی تختش نشسته بود. صدای حرف زدن مادر و پدرم شنید. چشماشو بست و دوباره خوابید. وقتی از خواب پرید اتاق روشنتر شده بود. احساس کرد همه چی دور سرش میچرخه. چشمشو بست. از دور صداهای مبهمی میشنید. کسی میگفت چطور بیشتر مردم بهش رأی دادن؟ صدای مکس میومد. یعنی دیگه نمیتونیم برگردیم آلمان؟ آنا چشماشو باز کرد دستشو روی گلوش گذاشت و با گریه گفت مادر کلوم خیلی درد میکنه مادر روی تخت نشست و دستشو روی پیشونی آنا گذاشت. آنا دوباره به خواب رفت. گاهی صداهای نامفهوم میشنید. ولی نمیتونست چشماشو باز کنه. صدای مرد ناشناسی رو شنید. آنفلانزا گرفته. دفعه بعد که چشمشو باز کرد، مرد قریبه ای رو دید که بالای سرش بود. مرد دهان آنا رو باز کرد و شربت بدمزه ای بهش داد. آنا کم کم آروم شد. وقتی دوباره چشمشو باز کرد، مادر ظرف آب گرمی کنار تختش گذاشت. از ظرف بخار بلند می شد. مادر هوله رو توی ظرف گردوند و بعد آبش رو چلوند. آنا تا هوله رو نزدیکش دید، دست مادر رو گرفت و گفت داغه می شوزم. مادر حوله رو روی گردن خودش گذاشت و گفت اگه برای من داغ نیست برای تو هم نیست. مادر حوله گرم رو روی گردن ورم کرده ی آنا گذاشت. آنا با گریه گفت <applause> تو بلند نیستی چجوری ازم پذیرایی کنی به هم پی بگو بیاد. <applause> مادر موهای آنا رو از صورتش کنار زد و گفت بس دیگه حرف نزن. آنا دوباره خوابید. وقتی بیدار شد احساس سبکی می کرد. اتاق تاریک بود. فقط چراغی کنار تختش روشن بود. مادر روی تخت مکس دراز کشیده بود. مادر لبخند زد و گفت حالت بهتره؟ آنا سرش را تکون داد. مادر از میز کنار تخت شیشه ای برداشت. مایه زرد رنگ توی قاشق ریخت. آنا دهانش باز کرد و شربت بدمزه رو قورت داد. صبح روز بعد چشماشو باز کرد. مادر و پدر رو دید که کنار هم نشستن. توی دست پدر پاکت نامه ای بود. مادر دستش رو روی شونه پدر گذاشته بود. آنا نشست. صبح بخیر. مادر انگار حالم بهتره. مادر و پدر نزدیکش نشستن. مادر درجه رو توی دهان آنا گذاشت. بعد از چند لحظه برداشت و با خوشحالی به پدر گفت تبش پایین اومده. پدر لبخند زد نامه رو مچاله کرد و گفت دیگه هیچ چیز مهم نیست آنا کم کم غذا خورد توی تختش می نشست و کتاب می خوند. گاهی هم با مکس بازی می کرد بعد مادر بهش اجازه داد راه بره و روی صندلی بشینه آنا از پنجره بیرون رو تماشا می کرد درختار جوونه زده بودن و بهار شده بود روزی آنا از پنجره زن گلفروشی فروشی رو دید که پیشبندی مثل پیشبند همپی تنش بود. آنا یادش افتاد همپی باید چند هفته پیش به زوریخ می اومد. از مکس پرسید چرا همپی نیومد؟ مکس کتابش رو روی زمین گذاشت و گفت <applause> وقتی مریض شدی همه چی به هم ریخت. هیتلر صدر اعظم شد. ما دیگه نمیتونیم برگردیم آلمان. حتی خونه و وسایلم از گرفتن. پدر میگه مصادره کردن پدر درست میگفت اگر کسی چیزی برخلاف هیتلر بنویسه دستگیر میشه پدرم دیگه نمیتونه چیزی برای روزنامه آلمان بنویسه و درآمد نداره برای همین مادر برای همپی نامه نوشت که نیاد چون پدر نمیتونه بهش حقوق بده آنا روی صندلی نشست ولی همپی خیلی مهربونه شاید اصلا حقوق نخواد مکس خندید <applause> ما خونه و وسیله نداریم کمپی بیاد هیتلر همه رو از همون گرفت آنا سرشو پایین انداخت و به خونه و وسیله هاشون فکر کرد یاده خرگوش صورتیش افتاد عروسکی که از وقتی یادش بود باهاش بازی می کرد پشیمون شد چرا جای خرگوش صورتیش سگ پشمالوی نو رو برداشته بغز کرد از مکس پرسید مکس یعنی یعنی الان هیتلر تو خونه ما نشسته و با خرگوش کوچولوی من بازی میکنه مکس نوک کفششو رو به لبه یه تخت میزد آره شایدم تو پذیرایی نشسته و با شطرنج من بازی میکنه و خرگوش تو توی بغلشه ما الان فقیریم مکس شونه بالا انداخت خب پدر گفت میخواد برای روزنامه سوئیس مقاله بنویسه. تازه باید بریم یه مسافرخونه ی ارزون. عشقای آنا جاری شد. مکس خواهرش رو بغل کرد و گفت دیگه باید استراحت کنی. آنا به تختش برگشت. مکس پتو رو تا شونه های خواهرش بالا کشید و گفت ناراحت نباش. ما خیلی خوشبختیم که پیش همیم. همپی به پدر گفت روز بعد از انتخابات مامورا اومده بودن خونه تا پاسپورتمون رو بگیرن. حال آنا که بهتر شد به مسافرخونه ارزون قیمتی کنار دریاچه رفتن. مسافرخونه خونه خونواده ی زورن در مقایسه با هتل کوچیک و ساده بود. پدر دو تا اتاق اجاره کرد. حیات مسافرخونه سنگ فرش بود و باغ بزرگی روبروش بود. طبقه پایین سالن دلبازی داشت که با شاخ گوزن و آج تزئین شده بود. تابستونا هم خانوم و آقای زورن میز و سندلیا رو توی حیات میذاشتن و برای مشتریا غذا می آوردن. تابستونا مردم کنار دریاچه ساز می زدن. هونواده زورن سه تا بچه داشتن. یه دختر پنج ساله، پسرشون فرانس که همسن و سال مکس بود و ورنلی که همسن آنا بود. ورنلی به آنا تناب بازی یاد داد، اوایل برای آنا فهم حرفاشون سخت بود چون خونواده زورن با لحجه خیلی قلیزی حرف می زدن. اما رفته رفته به لحجهشون عادت کرد. فرانسو ورنلی پا برهنه با آنا و مکس به باغای سیب اطراف می رفتن. گاهی مادر هم باهاشون گردش می کرد. پدر هر روز به دفتر روزنامه می رفت تا شغلی پیدا کنه. با شروع ترم جدید، مادر، آنا و مکس رو به مدرسه فرستاد. آنا با ورنلی به دبستان نزدیک مسافرخونه رفت اما مکس باید به دبیرستانی توی زوریخ میرفت برای همین هر روز سوار قطار شهری میشد اولین روز مدرسه آنا همراه ورنلی راهی مدرسه شد توی حیات مدرسه ورنلی دست آنا رو گرفت و پیش دوستای دیگرش برد دخترها یه گوشه با هم صحبت میکردن و پسرها طرف دیگه با هم بازی میکردند. با صدای زنگ بچه ها وارد مدرسه شدند. آقای گراپه معلم پیر و جدی کلاس آنا رو کنار دختری با موهای بور نشوند. ساعت اول معلم مسئله ریاضی داد. آنا زودتر از همه جمع و تفریق ها رو حل کرد. به نظرش مسئله خیلی آسان بود. بعد ورنلی دفترچه دخترا دخترها رو جمع کرد و روی میز معلم گذاشت. پسر مومشگی هم دفترچه پسرا رو جمع کرد و به آقای معلم داد. آنا و ورنلی برای نهار به مسافرخونه برگشتند. مادر از خانم زورن بافتنی یاد گرفته بود. برای پسنداز تصمیم گرفته بود خودش برای آنا پولیور ببافه. آنا کنار مادر نشست و گفت مادر من این درس رو پرسال یاد گرفتم. مادر کاموار و دور انگشتش پیچیده بود. سر انگشت سبابش قرمز شده بود. لبخندی زد و گفت خب اینجوری بیشتر استراحت میکنیم. آنا به پلیور نصف و نیمش که به یه میله آویزون بود نگاه کرد با تعجب گفت این چرا با پلیورای دیگه فرق داره مادر خندید برای اینکه تازه دارم یاد میگیرم آخر هفته آنا و مکس با پدر و مادر توی حیات مسافرخونه نشسته بودند. پدر کتاب میخوند و مادر با دقت بافتنی می بافت. مکس و فرانس فوتبال بازی میکردن که یهو مکس گفت پدر اونجا رو نگاه کن ببین کی اومده مکس به در مسافرخونه اشاره کرد امو جولیوس با ساک کوچیکی به حیات مسافرخونه اومد آنا تا امو جولیوس دید دوید و خودش رو توی بغلش انداخت بعد از خوش آمدگوی و احوال پرسی سوالات پدر شروع شد چطور اینجا اومدی؟ امو جولیوس کمی از قهوهش خورد از کنگره طبیعت شناسی ایتالیا میام یه قطار عوض کردم که سری بهتون بزنم بعد خندید و گفت البته اگه بفهمن اومدم دیدن تو برام بد تمام میشه اوزا خیلی خراب شده تونستی به روزنامه زوریخ مطلب بدی؟ پدر و مادر به هم نگاه کردن پدر با لبخندی گفت سویسی ها میترسن اگه با من مخالف نازی ها همکاری کنن موضع بیطرفی سیاسیشون نقض بشه امو جولیوس گفت میدونی که توی آلمان کتابات سوزوندن پدر خندید کتابای منو خیلی های دیگه آنا تعجب کرد یعنی کتاب داستانای منم سوزوندن؟ امو جولیوس دستی روی موهای آنا کشید هر کتابی که پدرت نوشته و هر جای آلمان بود سوزوندن خدا رو شکر به حرف من گوش ندادین و اومدین سوئیس. مادر پرسید از خونه خبر داری؟ امو جولیوس گفت هنوز نفروختن وسیله ها رو مصادره کردن و بردن همپی هم برای کار رفته یه خونه دیگه البته چون پیش شما کار میکرد سخت جایی رو پیدا کرد آنا یاد همپی افتاد و دلش تنگ شد پدر احوال آشناها و دوستاشون رو میپرسید و مرتب میگفت عجب وزایی بعد از نهار آنا و مکس اطراف و به امو جولیوس نشون دادن بعد همه با هم قایق سواری کردن امو جولیوس عجله داشت زودتر بره همه برای بدرقش رفتن اسکله موقع خداحافظی پدر گفت جولیوس نرو تو آلمان در امان نیستی امو جولیوس خندید و گفت من من فقط عاشق حیوانام سیاسی نیستم پدر ناامید گفت همه چی به هم ریخته امو جولیوس گفت نگران نباش کسی کاری به من نداره امو جولیوس پدر رو بوسید سوار کشتی شد به آنا و مکس گفت از حیوانای باقی وش عکس میگیرم و براتون میفرستم خداحافظ تولد ده سالگی آنا با سالای قبل فرق می کرد. شب تولد مادر کیک کوچیکی درست کرده بود. فقط خانواده چهار نفرشون دور میز نشسته بودن. آنا شمعا رو فوت کرد و پدر و مادر و برادرش دست زدن. مکس یه بسته مداد شمعی بهش هدیه داد. مادر و پدر هم گوزنی چوبی. آنا گوزن رو دوست داشت ولی مکس برای تولد ده سالگیش دوچرخه هدیه گرفته بود. تولدش با چیزی که فکر می کرد خیلی فرق داشت. جشن کوچیک و سوت و کوری بود. وقتی کیک می پدر گفت فردا به گرد همایی علمی دعوت شدم. مراسم روی کشتیه بهشون گفتم تولد دخترمه اونام بچه ها رو دعوت کردن. مادر با شادمانی دست زد و به آنا گفت عالیه. آنا پیش خودش فکر کرد فردا قراره خیلی بهش خوش بگذره. تنها بچه های همایش آنا و مکس بودن. مکس قلاب ماهیگیری آورده بود تا ماهی بگیره. آنا کمی پیشش نشست ولی حوصلش سر رفت. هیچ چیز همایش براش جالب نبود. غذاها سفت بودن و شربتها ها بدمزه. آنا بعد از تمام شدن صحبت پدر رفت پیشش نشست. اما مرد چاقی اومد و با پدر هم صحبت شد. استاد عزیز مقاله بسیار درخشان ولی به خاطر مواضع سیاسی توان چاپشو نداریم پدر دستش رو روشونه آنا گذاشت و سر تکندد بله مرد صندلیش رو به پدر نزدیکتر کرد و گفت حتما براتون ساخت بوده که آلمان ها کتاباتون رو آتیش زدن من تازگی کتابی نوشتم و میدونم چه احساسی نسبت به کاراتون دارید پدر به آنها نگاهی کرد. بعد رو به مرد چاق گفت بله. مرد چاق درباره کتابش صحبت کرد. آنها که فهمید صحبتشون طول میکشه روی ارچه قدم زد. مادر به طرف آنا اومد. خندید و گفت تولد خیلی متفاوتیه مگه نه؟ آنا شونه بالا انداخت. زن و مردی به طرف مادر اومدن و با هم صحبت کردن. آنا به طرف دیواره کشتی رفت. به دیواره تکیه داد و به غروب آفتاب خیره شد. فکر کرد اگه توی برلین بودن همپی براش کیک توتفرنگی فرنگی درست میکرد. بیست از هم کلاسیاش هم دعوت میکرد و از هر کدومشون یه هدیه میگرفت. بعد همه با هم تو حیات بازی میکردن. غرق همین فکر بود که پدرش کنارش ایستاد. دختر من ده سالش شده. آنا خندید پدر گفت امیدوارم تولد یازده سالگی و دوازده سالگی جای دیگه ای باشیم. آنا با تعجب به پدر نگاه کرد. یعنی از سوئیس میریم؟ خب سویسی ها برای مسائل سیاسی با من همکاری نمی کنن. برای همین شاید جای دیگه ای بریم کشوری که بیطرف نباشه آنا هیجان زده گفت مثلا کجا؟ پدر آرنجش رو به دیواره کشتی تکیه داد و گفت شاید بریم پاریس تو و مکسم باید زبان فرانسه یاد بگیرین شاید هم رفتیم لندن البته لندن شرجیه پدر لبخندی زد و اضافه کرد اما احتمالا میریم پاریس تولد بعدید پناهنده کشور دیگه ای شدیم پناهنده یعنی چی بابا؟ یعنی کسی که یه ده مجبورش کردن از کشورش به کشور دیگه ای پناه ببره مثل ما آنا خندید و گفت <applause> من دوست دارم همه جا رو ببینم پدر آنا رو بغل کرد و گفت تولدت مبارک عزیزا قبل از تعطیلات تابستونی توی مدرسه جشن گرفتن خانواده همه دانش آموزان دعوت شده بودند. توی سالن معلما گلدوزی دخترا رو به خانواده ها نشون دادن. بعد نوبت مسابقه فوتبال پسرا شد. آخر سرم ساندویچ سوسیس خوردن. بچه ها توی حیات ساندویچ میخوردن و پدر و مادرها هم گزارش درسیشون از معلم ها می گرفتن. چند روز بعد هم مدرسه مکس تموم شد اما هاش تعریفی نداشتند. جلوی تمام درسا نوشته بودن به قدر کافی تلاش نکرده. مکس هر سال همین نتیجه رو می گرفت. هر سال هم پدر و مادر با دیدن کارنامش ناراحت می شدن. توی برلین برای اینکه حواسش به فوتبال گرم بود خوب درس نمی خوند. زوریخ هم حواسش به ماهیگیری بود. هرچند تا حالا ماهی نگرفته بود. آنا فکر می کرد چطور تا حالا ماهی نگرفته اما اینقدر به ماهیگیری علاقه داره. تعطیلات تابستونی آنا و مکس با فرانس و ورنلی و خواهر پنج سالشون بازی میکردن یا توی روتونه شنا می کردن یا فوتبال بازی میکردن گاهی هم هم کلاسی های آنا می اومدن و بازیشون حسابی گرم میشد. یه روز خانواده آلمانی به مسافرخونه اومدن و اتاقی اجاره کردن. پسر و دختر موبور بعد از ظهر با بچه های خانواده زورن و آنا و مکس قایم با شک بازی می کردن. چون تعدادشون زیاد بود بازی جذابتر شده بود. نوبت آنا بود که چشم بذاره. بعد از اینکه همه جا رو گشت، دختر موبور آلمانی از پشت شمشاد بیرون پرید و خندید. آنا دنبال دختر میدوید که سر پیچ به مادر بچه های آلمانی خورد. زن قد بلند و لاغر دست دخترش گرفت. به آنا اخم کرد و به پسرش اشاره کرد همراهش بره. آنا شنید زن به بچه هاش گفت حق ندارین دیگه با این بچه ها بازی کنین. آنا و ورنلی تعجب کردند. مکس جلو اومد و از آنا پرسید. چی شد؟ آنا آروم گفت. نمیدونم. شاید فکر میکنه ما بچه های بی عدبی هستیم. بچه ها بازیشون از سر گرفتن. روز بعد آنا و مکس با مادر به زوریخ رفتن. وقتی برگشتن توی حیات بچه های خانواده زورن رو دیدن که با خواهر و برادر آلمانی فوتبال بازی میکنن. ورنلی تا آنا و مکس و دید جلو اومد خجالت زده گفت م... ببخشیم ولی شما نمیتونیم بیاین تو بازی ما آنا جا خورد با تعجب گفت چرا؟ ورنلی دست آنا رو گرفت و گفت مادر اونا بهشون گفته با شما بازی نکنن آنا به برادرش نگاه کرد و گفت آخه چرا؟ مکس دستی به موهاش کشید و گفت نمیدونم آنا دست برادرش رو گرفت و گفت باید به مادر بگیم مادر و پدر قهوه میخوردن آنا و مکس پشت میزشون نشستن آنا ناراحت چیزی رو که ورنلی بهش گفته بود برای مادر تعریف کرد مادر گفت عزیزم من با مادرشون صحبت میکنم مادر به زن و مرد آلمانی که پشت میز کنار پنجره بودن نگاهی انداخت چند دقیقه بعد وقتی از پشت میز بلند شدن مادر رفت سمت زن قد بلند. آنا و مکس از دور نگاه می کردن. مادر ناگهان عصبانی شد و گفت درست نیست. مادر به میز خودشون برگشت. زن و مرد آلمانی هم با سر پایین بیرون رفتن. پدر ناراحت به مادر گفت صدا تو همه شنیدن. مادر که صورتش سرخ شده بود عصبانی گفت شنیدن که شنیدن این نازیا به بچه هاشون گفتن بچه ها حق بازی کردن با همون ندارن به بچه های زورین گفتن اگه با آنا و مکس بازی کنن حق ندارن با بچه های اونا بازی کنن پدر زیر لب گفت منم نمیذارم بچه ها با نازیا بازی کنن فرانسو ورنلی هم باید انتخاب کنن با آنا و مکس میخوان دوست باشن یا اون نازیا مکس گفت ولی فکر کنم ما را انتخاب کنن چون ما خیلی وقت اینجاییم. پدر روزنامه رو روی میز گذاشت و بلند شد. آقای زورن صحبت میکنم تا به بچه هاش بگه بین ما و نازی ها یکیو انتخاب کنن. آنا و مکس ناراحت به هم نگاه کردن. آنا به مادر گفت مادر ما که بچه های خوبی هستیم. مادر دست آنا رو گرفت و گفت میدونم عزیزم مشکل ما نیستیم مشکل نازیان. صبح روز بعد مکس و آنا کنار دریاچه نشسته بودند مکس ماهیگیری میکرد. آنا هم زانواشو بغل کرده بود و فکر میکرد. آنا فرانس و ورنلی رو دید که پیششون میان ورنلی دوی دو دستشو دور گردن آنا انداخت ما تصمیم گرفتیم با شما بازی کنیم نه اونا فرانس هم از دور گفت مکس دوباره کرما رو بردی شنا آنا و ورنلی خندیدند مکس گفت اگه داد نمیزدی ماهی رو گرفته بودم چند روز قبل از باز شدن مدارس پدر به پاریس رفت اونقدر آلمانی پناهنده توی پاریس بود که خودشون روزنامه ای داشتن پدرم چند تا مقاله براشون فرستاده بود حالا رفته بود اوضاع زندگی و کار توی پاریس رو سبک سنگین کنه روزی که پدر به پاریس رفت مادر بزرگ به دیدارشون اومد آنا به مکس گفت فکر کنم وقتی مادر بزرگ و پدر هم دیگر رو توی ایستگاه قطار دیدن برای هم دست تکون دادن مکس خیلی جدی گفت مادر بزرگ و پدر با هم خوب نیستن آنا نفس عمیقی کشید و گفت نمیفهمم چرا مکس گفت برای اینکه مادر بزرگ با ازدواج مادر و پدر مخالف بود مادر بزرگ با سگ پیر و چند روز پیششون موند. هر روز با هم قدم می زدن و بچه ها با سگ بازی می کردن. سگ بازیگوش بود و اطراف مسافرخونه می دوید. مادر بزرگ هر روز با مادر به زوریخ میرفت و کلی خرید میکرد. چون پول دار بود، پس انداز و سرفجوی براش مفهومی نداشت. همیشه مقدار زیادی پول توی کیفش بود و راحت خرج می کرد. هایی هم برای مادر می خرید. مادر بزرگ اونقدر پول دار بود که وقتی از آلمان فرار کرد ویلای بزرگی توی ساحل مدیترانه خرید. ورنلی به آنا گفت روز آخر تابستون شهر بازی سیار به دهکده میاد. ورنلی و فرانس هم مدام دربارش صحبت میکردن و پول تو جیبیشون رو جمع میکردن. آنا و مکس پول تو جیبی نداشتن که پس انداز کنن. مادر سعی میکرد پولشون رو جمع کنه تا بتونن برن پاریس. حتی یک سکم براشون ارزشمند بود. یه روز آنا که خریدای مادر بزرگ دید به مکس گفت اگه به مادر بزرگ بگیم به همون برای شهر بازی پول میده. مکس عصبانی گفت نباید این کارو کنی. اگه پدر بفهمه ناراحت میشه. مادر و مادر بزرگ توی حیات مسافرخونه نشسته بودند. طبق معمول از آلمان و آشناهایی که فرار کردن یا زندانی شدن حرف میزدند. آنا کنارشون نشسته بود و کتاب میخوند. مادر بزرگ گفت چه دنیایی شده آدم باورش نمیشه. یه خونواده یه ثروتمند از آلمان به انگلیس فرار کردن. فکر میکنی عاقبتشون چی شد؟ مادر بزرگ سگش رو نوازش کرد و گفت زن توی خونه کلفتی میکنه. مادر ناراحت گفت حالا باز خوبه تونستم فرار کنن. آنا از صحبتهای مادر و مادر بزرگش ناراحت شد کتابش رو بست مادر بزرگ گفت آنا کتابت قشنگی؟ آنا که سرخ شده بود گفت بله ممنون بعد بلند شده از حیات بیرون رفت پیش مکس رفت که با فرانس بازی می کرد مادر بزرگ چند روز بعد از زوریخ رفت قبل رفتنش به آنا و مکس پاکتی داد مکس پاکت رو باز کرد ده فرانک سوئیسی توی پاکت بود با تعجب گفت این چیه؟ مادر بزرگ خندید و گفت <applause> هر جور دوست داریم خرجش کنیم هدیه مادر بزرگ خیلی بیشتر از بلیتای شهر بازی بود پدر از پاریس برگشت بعد از اینکه قهوه خورد با شور و هیجان گفت قرار شد هر هفته برای روزنامه ی آلمانی های مهاجر فرانسه مطلب بفرستم با سه تا روزنامه فرانسوی هم حرف زدم ممکنه قبول کنن براشون مقاله بفرستم. مکس خوشحال پرسید به فرانسوی؟ پدر سر تکون داد و به مکس چشمکی زد. پدر وقتی بچه بود معلم سرخونه ی زبان فرانسه داشت. برای همین به زبان فرانسه مثل آلمانی تسلط داشت. پدر رو به مادر گفت اونجا با یه روزنامه‌نگار فرانسوی آشنا شدم. چند بار منو خونشون دعوت کرد. یه دختر همسن آنا دارن. خانواده خوبی بودن. آنا از پشت میز بلند شد. پرسید: میریم پاریس یا لندن؟ مادر گفت: هنوز معلوم نیست. خواهش میکنم بریم پاریس. هوای لندن دلگیره. مادر اخم کرد. تو از کجا میدونی؟ لندن خیلی هم قشنگه. مادر هم زمانی که بچه بود معلم خصوصی زبان انگلیسی داشت. مادر به همون اندازه که پدر زبان فرانسویش خوب بود انگلیسیش روان بود. از وقتی هم بچه بود دوست داشت کشور معلمش رو ببینه. پدر به مادر گفت تو پاریس کار پیدا کردم. انگار هنرمنده و نویسنده های فراری آلمان تو پاریس دور هم جمع شدن. مادر سری تکنداد و گفت عزیزم بچه ها باید اونجا برن مدرسه ولی یه کلم هم فرانسوی بلد نیستن معلوم نیست اونجا خونه خوبی پیدا کنیم یا نه صحبت رفتن به پاریس چند روزی طول کشید یه شب مادر و پدر به اتاق مکس و آنا رفتن مادر روی تنها صندلی اتاق نشست پدرم روی چمدون گوشه اتاق اتاق خیلی کوچیک بود اما جلسه خونوادگی باید خصوصی برگزار میشد. مادر به آنا و مکس نگاهی انداخت و گفت بیشتر از این نمیشه توی سوئیس بمونیم چون پس اندازمون کمه. از طرفی روزنامای سوئیسی هم با پدر همکاری نمیکنن. باید بریم انگلیس یا فرانسه. آنا توی دلش دعا می کرد برن فرانسه و پاریس زندگی کنن. مادر آروم گفت بچه ها من و پدر باید بریم پاریس تا ببینیم شرایط زندگی تو پاریس چه جوریه. مکس گفت کی میرین؟ پدر از روی چمدون بلند شد و گفت با اولین قطار آنا تعجب کرد یعنی yani میخواین ما رو تنها بذاری؟ پدر دست به سینه وایساد انقدر بزرگ شدین که از پس خودتون بر بیان. مادر سر تکون داد خانم و آقای زورن هم پیشتون هستن آنا کمی فکر کرد خیلی هم سخت نبود تازه ممکن بود خوشم بگذره مادر بلند شد و روی تخت کنار آنا نشست شما هر روز برامون کارت پستار بفرستین ما هم براتون هر روز نامه میفرستیم اینجوری از حال هم با خبر میشیم مکس گفت کی برمیگردین مادر به پدر نگاهی کرد و گفت م... نهایت دو هفته دیگه قرار شد هر روز آنا و مکس با خانواده زورن غذا بخورن اگه هم کاری داشتن به خانم زورن بگن روز بعد مادر و پدر راهی پاریس شدند. آنا و مکس همراه مادر و پدر تا ایستگاه قطار رفتند. مادر به آنا گفت هر روز صورتتون رو میشورین. موهاتونم شونه میکنین. لباس و جورا به تمیزم میپوشین. پدر به مکس و آنا گفت یادتون باشه شما نماینده خانواده این حواستون به رفتارتون باشه نازیا به همه دنیا گفتن ما غیر قابل اعتمادیم به مردم ثابت کنین اینجوری نیست آنا فکر کرد چقدر کارش سخت شده کمی بعد مادر و پدر سوار قطار شدن و رفتن پاریس شب اول برای آنا عجیب بود برای اولین بار باید بدون گفتن شب به خیر میخوابید قبل از خواب آقای زورن اومد و براشون از مشتریاش قصه های تعریف کرد. آنا و مکس حسابی خندیدن. هر روز با خانواده زورن غذا میخوردن. به نظر آنا خیلی هم خوش میگذشت. آنا با ورنلی به دبستان میرفت. مکس هم با قطار به دبیرستان زوریخ میرفت و بعد از مدرسه با بچه ها بازی میکردن. یه شب قبل شام آنا از پله ها پایین اومد که صدای فرانس و ورنلی رو شنید. از سوی حرفاشون اسم پدرش و هیتلر چند باری به گوشش خورد. فرانس تا آنا رو دید ساکت شد. آنا پرسید چی می گفتی؟ ورنلی سرخ شد. هیچی. آنا دست به سینه ایستاد. اسم پدرم رو تو حرفاتون شنیدم. فرانس گفت پدرم گفت به تو مک چیزی نگیم. سود باشیم بگی چی شده؟ پدر و مادرم چیزیشون شده؟ فرانس گفت نگران نشو فقط فقط نازیها برای سر پدرت هزار فران جایزه گذاشتن چشمای آنا گرد شد ورنلی گفت پدرم میگه این یعنی پدرت تو آدم خیلی مهمیه عکسش تو همه روزنامه ها هست اون شب نامه از مادر و پدر نیومد آنا نگران شده بود چراغ اتاق خاموش کرد توی رخت خواب خوابید و تصور کرد پدر تو اتاق تاریکی و رو سرش سکه میریزن. اینقدر سکه میریزن تا پدر وسط پولا دفن بشه. میخواست مکس رو بیدار کنه ولی میدونست از دستش عصبانی میشه. تو فکر هزار مارک و پدر بود که خوابش برد. صبح تا بیدار شد مکس لباس پوشیده بود. ازش پرسید مکس چرا دیشب مادر و پدر نامه ندادن؟ نکنه اتفاقی افتاده؟ مکس کیفشو از روی تخت برداشت و گفت نگران نباش مدرسه دیر شد خدافز آنا لحظه ای از فکر پدر و مادرش بیرون نمی اومد تا از مدرسه به مسافرخونه برگشت رفت سراغ مکس مکس برای سر پدر پول گذاشتن یعنی چی؟ مکس کتابش رو روی تخت انداخت و گفت یعنی اگه کسی بتونه پدر رو بگیره بهش هزار مارک جایزه میدن ولی هیچ کس نمیتونه پدر رو بگیره چون ما داریم میریم فرانسه مکس خواهرشو بغل کرد نگران نباش آنا اشکش رو پاک کرد و گفت ولی از ایروز نامه نفرست دادن. حتما سرشون شلوغ بوده بیا با هم بریم کارت پستال بگیریم و براشون بفرستیم مکس و آنا پایین رفتن آقای زوره نامه بهشون داد و گفت از طرف مادر و پدرتونه آنا نامه رو تندی باز کرد. مادر نوشته بود توی پاریس آپارتمانی اجاره کردن. قرار بود پدر بیاد دنبال مکس و آنا. خیال آنا راحت شد. تا پدر برسه آنا و مکس با کمک خانم زورن وسیله هاشون رو جمع کردن. آنا با کمک ورنلی لباساشو تا میکرد که از پنجره اتاقش پدر رو توی حیات دید. دوید توی حیات پرید تو بغل پدر. پدر وقتی چنیدم برای سر جایزه گذاشتن خیلی ناراحت شدم پدر به مکس چشمکی زد و گفت منم ناراحت شدم الان دیگه هزار فرانک پولی نیست بعد خندید و گفت فکر میکردم بیشتر بیارزم باید برای هیتلر نامه بنویسم و بگم با این قیمت هیچ کس حاضر نیست باش همکاری کنه روز خوبی بود آنا و مکس از معلم ها و همکلاسی‌هاشون هاشون خداحافظی کردند. خانواده زورن موقع خداحافظی ناراحت و غمگین بودند اما آنا خیالش راحت بود میدونست سوئیس مثل آلمان نیست و هر وقت بخوان میتونن برگردن آنا و مکس همراه پدرشون به ایستگاه قطار رفتن پدر چمدونا رو توی چرخ باربر گذاشت و گفت سوار قطار پاریس میشیم باربر با چرخشی مارپیچ از بین مردم رد شد پدر و مکسم دنبالش. آنا چند قدمی ازشون فاصله داشت که سوت قطار رو زدن. باربر ها رو بالای قطار انداخت. مکس و پدر توی قطار رفته بودن و ها رو جابجا جا, به جا می کردن. آنا بهشون نزدیک شد که ناگهان نوشته روی قطار رو دید. با رنگ سفید نوشته شده بود اشتودگارت. دختر فریاد زد پدر قطار آلمانه پیاده پدر تا صدای آنها رو شنید دست مکس و گرفت و از قطار پیاده شدند. پدر فوری چمدونا رو پایین کشید. سوت قطار کشیده شد. مکس میخواست چمدون آخر رو برداره که پدر شونش رو گرفت و نزاش جلو بره. قطار حرکت کرد. پدر فریاد زد. لطفاً چمدون ما رو بندازین. مردی چمدون رو پایین انداخت. پدر دنبال باربر توی ایستگاه گشت ولی پیداش نکرد. پدر آنا رو بغل کرد و گفت خدا رو شکر که به موقع دیدی. چم دونا رو برداشتن و به ایستگاه پاریس رفتن. قطار پاریس با کمی تأخیر راه میافتاد. سوار قطار پاریس که شدن، مکس به پدر گفت به نظرت باربر از قصد میخواست ما سوار قطار آلمان بشیم؟ پدر سرش تکون داد و گفت نمیدونم، خدا رو شکر که آنا دید. یک روز تمام تو راه پاریس بودن وقتی به ایستگاه پاریس رسیدن و از قطار پیاده شدن آنا خوشگش زد توی ایستگاه همه بلند بلند صحبت میکردن همدیگر رو بغل میکردن و موقع حرف زدن دستاشون رو تکون میدادند. آنا حتی یک کلمه از حرفاشون رو نمیفهمید پدر تاکسی گرفت و آنا با تعجب به خیابونای شلوغ پاریس نگاه میکرد مکس بلند گفت برج ایفل آنا تا خواست به جایی که مکس اشاره کرده نگاه کنه راننده به خیابون دیگه ای پیچید. چند کوچه بعد راننده روبروی ساختمون بزرگی ترمز کرد و چمدونا رو توی ساختمون گذاشت. پیرزنی از اتاقک که شیشه بیرون اومد و تند تند فرانسوی حرف زد. انتهای راه رو آسانسوری میله ای بود. پدر اول چمدونا رو توی آسانسور گذاشت و بعد خودشون سوار شدن. آنا گفت پدر چرا نگفته بودی آسانسورم داره؟ پدر خندید <applause> چون خیلی شبیه آسانسور نیست چند طبقه بعد آسانسور تکونی خورد و ایستاد مادر تو چهارچوب در آپارتمان منتظر بود آنا و مکس به طرف مادر پریدن و بغلش کردن. پدرم با چمدونا روبروی در ایستاد مادر زوغ زده بود مکس توی راهرو برای مادر ماجرای قطار اشتباه و تعریف کرد مادر دست آنا و مکس رو گرفت و گفت بریم تو خونه یه کوچیکیه اما بد نیست آنا و مکس با تعجب به آپارتمان کوچیکشون نگاه میکردن که بوی سوختگی به مشامشون خورد دختری از توی آشپزخونه گفت سیب زمینی از سوخت دختر جوونی توی درگاه آشپزخونه ایستاده بود. بعد اینکه جواب سلام پدر رو داد، نگاه سرسری به بچه ها انداخت و به مادر گفت: من میرم بخوابم. مادر گفت: گرتشام شام سوخت؟ بچه ها گرته اتریشی اومده پاریس زبان فرانسوی یاد بگیره توی یه کار خونم به من کمک میکنه گرته به مکس و آنا دست داد من خوابم میاد به مادرم قول دادم هرچی شد از خوابم نگذرم مکس از گرته پرسید زبان فرانسوی هم بلدی؟ گرته سمت اتاق رفت و گفت نه زبان سختی شب بخیر بعد در اتاقشو بست مادر دستی به پیشوندش زد و گفت اشکال نداره بهتر امشب باید خودمون تنها باشیم تا شما خونه رو نگاه کنین من دوباره سیب زمینی سرخ میکنم آنا و مکس به دور تا دور خونه نگاه کردند. هم کوچیک بود هم وسیله کمی داشت پدر اتاق بچه ها رو بهشون نشون داد اتاق کاغذ دیواری زرد بدرنگی رنگی داشت دو تا تخت دو تا صندلی یک کمد چوبی تمام وسیله های اتاق بودن روبروی پنجره اتاق دیوار بلند و سفیدی بود. آنا و مکس از پنجره پایین رو نگاه کردند. حیات مربعی شکل و کثیف زیر پاشون بود. بعد نوبت به اتاق پدر رسید. اتاق پدر خیلی باریک بود. تخت یک نفره ته اتاق بود. میز تحریر پدر هم نزدیک در بود. پنجره اتاق پدر رو به خیابون بود. آنا و مکس تعجب کردن پس مادر کجا میخوابه که مکس از زیر کاناپه پذیرایی ملافهای پیدا کرد. فهمیدم مادر اینجا میخوابه آنا و مکس در بالکن رو باز کردن روبروی بالکن میله های خمیده و طرحداری داری بود بالکن خیلی کوچیک بود اما برج ایفل ازش پیدا بود اتاق دیگه ای هم بود که گرته توش زندگی میکرد دستشویی و هموم خیلی کوچیکی هم کنار آشپزخونه بود آشپزخونه هم خیلی کوچیک بود فقط دو نفر توش جا می شدن. آنا با تعجب مادر رو نگاه کرد تا حالا ندیده بود مادر آشپزی کنه مادر زیر ماهیتابه را خاموش کرد و گفت م. غذا آماده است بعد قاشق چوبی رو توی ماهیتابه گردوند و به پدر گفت عزیزم آبکش رو بده پدر دور خودش چرخید آبکش دیگه کدومشونه مادر به آنا لبخند زد الان براتون تخم و مرغ و سیب زمینی آماده میکنم پدر گفت برج ایفلو از بالکن دیدین آنا و مکس از آشپزخانه بیرون رفتن به نظر آنها همه چیز خیلی تغییر کرده بود. آپارتمانشون خیلی با برلین و زوریخ فرق داشت. آنا آروم به مکس گفت همپی هر وقت میخواستیب زمین و تخم و مخ درست کنه میگفت کاری نداره الان براتون درست میکنم. مکس خندید. <تصفح> مادر خیلی باید تمرین کنه. صبح روز بعد آنا تا بیدار شد مکس و صدا زد. اما مکس توی تختش نبود. از اتاق پدر صدای ماشین تحریرش می اومد. آنا به اتاق نشیمن رفت. مکس با لباس خواب پشت میز نشسته بود و شیر میخورد. آنا بیا از این نون بخور خیلی خوشمزه است. بهش میگم باگت. گرته به مادر توی کارای خونه کمک میکرد. آنا مثل برادرش شیر و باگت خورد. بعد از صبحانه پدر آنا و مکس رو برد توی شهر. رفتن سراغ برج ایفل اما ازش بالا نرفتن چون بلیتش خیلی گرون بود. موقع برگشت سوار قطارهای زیرزمینی به اسم مترو شدند. مترو بوی عجیبی میداد. پدر گفت بوی سیر و سیگارای فرانسویه. شب که شد آنا از پاریس زیبا و چراغونی خوشش اومد. وقتی برگشتن مادر از آشپزونه گفت خوش گذشت؟ مکس و آنا جاهایی که رفته بودن و چیزایی که دیده بودن و برای مادر تعریف کردن. مادر پرسید فرانسوی هم یاد گرفتین؟ گرته حین گرفتن پوست سیب زمینی ها گفت هنوز خیلی زوده مکس گفت من بله نه و مرسی رو یاد گرفتم مادر لبخند زد یه معلم پیدا کردم که تو خونه بهتون فرانسوی یاد بده نیم ساعت دیگه میاد همون روز پدر فرهنگ لغت آلمانی فرانسوی قدیمیشو به بچه ها داد دو تا دفترم براشون خریده بود آنا و مکس میز غذاخوری رو آماده کردن قرار بود معلم همونجا بهشون درس بده. مادر گفت معلمتون تا نیم ساعت دیگه میرسه. مکس گفت ما که مداد نداریم. مادر از توی کیفش یه سکه به مکس داد و یکم به آنا. مکس با تعجب به سکه ها نگاه کرد. مادر گفت برین مداد بخرین. ما که فرانسه بلد نیستیم. مادر به میز اشاره کرد. از توی فرنگ لغت نگاه کنین. آنا و مکس به مغازه نوشت افزار توی کوچه رفتن. آنا نفس عمیقی کشید و به فرانسوی گفت روز بخیر مادمازل مکس با آرنج به پهلوی آنا زد این مرده مرد فروشنده خندید و چیزی گفت که آنا نفهمید آنا فرهنگ لغت رو باز کرد و دنبال کلمه مداد گشت به فرانسوی گفت یه مداد مرد از ردیف مدادها مدادی با جلد قرمز بهشون داد. آنا از خریدش خوشحال شد و سکه رو روی پیشخون گذاشت. مکس هم مثل آنا سکه رو روی پیشخون گذاشت و به فرانسوی گفت یه مداد لطفا. مرد به مکس هم یه مداد قرمز داد. آنا و مکس منتظر موندن تا بقیه پولشون رو بگیرن. اما فهمیدن قیمت مدادشون همون می شده. آنا مدادش رو به مرد داد. تو فرهنگ لغت دنبال کلمه گشت و به مرد گفت یه مداد ارزون مرد مدادی ساده از ردیف مدادها برداشت و بهش داد آنا مداد مکس پس داد و به جاش مداد ارزون تر رو برداشت آنا خوشحال از خریدش از مغازه بیرون رفت مادمازل مارتل رأس ساعت اومد کمی آلمانی بلد بود از صبح تا شب معلم سرخونه آلمانی های مهاجری بود که به فرانسه رفته بودند. خانم مارتل به آنا و مکس چند تایی لغت یاد داد. به دماغ، گوش، چشم، مو و دستش اشاره می کرد و لغت فرانسویش رو می گفت. آخر جلسه به آنا و مکس مشق داد. لطفا انشا به زبان فرانسوی بنویسید. مکس با تعجب گفت ما که فرانسوی بلد نیستیم. مادمازل مارتل با جدیت به لغتنامه اشاره کرد. کلمه های قو که بلد نیستین از توی این نگاه کنین. آنا و مکس یک روز کامل مشغول نوشتن انشا بودن. دومین جلسه مادمازل مارتل از انشای آنا کل ایراد گرفت و در این حال گفت کم کم یاد میگیرین و به قاه میفتین. اما با دیدن انشای مکس ابروهاشو بالا داد و گفت خوبه خیلی کلمه حفظ کقدی مادمازل مارتل هر جلسه بهشون انشا میداد مکسم هر جلسه انشاهای بهتری می نوشت هفته ی قبل از کریسمس مادمازل مارتل به مادر گفت بچه ها خیلی بهتق شدن کم کم باید توی جمع و پیش بچه های دیگه باشن من دو جلسه دیگه میام بعد بهتقه بقن مدقسه مکس و آنا تعجب کردند. آنا مطمئن نبود اونقدر آماده باشه که بره مدرسه. مکس هم خیلی نگران بود. مادر آپارتمان کوچیکشون رو برای کریسمس تزئین کرده بود. به درخت کریسمس چراغای رنگی آویزون کرده بود. پارچه براغ قرمزی هم روی میز انداخته بود. البته هدیه هم بود. آنا برای کریسمس یه جعبه مداد رنگی هدیه گرفت و یه کفش چرمی با سگک طلایی. از طرف خانواده زورنم یه جوراب گرم هدیه گرفت. ترین هدیهش هدیه یه جولیوس بود. دستبندی که شیر، اسب گربه و میمون رنگی بهش آویزون بود. امو جولیوس نامه هم فرستاده بود و گفته بود آنای عزیز دیدن باقوش بدون تو صفایی نداره. سلام منو به امه آلیس برسون و بگو بهتر بود به توصیهش گوش میکردم. آنا با تعجب به مادر نگاه کرد. امه آلیس کیه؟ پدر نامه رو از آنا گرفت و گفت منظورش منم از ترس اینکه آلمانی‌ها نامه رو بخونن نوشته عمه آلیس مکس گفت چه توصیه بهش کرده بودی پدر سر تکون داد اینکه از آلمان فرار کنه امیدوارم اتفاقی براش نیفته آنا جواب عمو جولیوس رو بده بگو عمه آلیس بهش سلام رسوند بعد از تعطیلات کریسمس مکس به دبیرستان پسرونه رفت مدرسه خیلی دور بود هر روز باید با مترو میرفت و برمیگشت در عوض فضای خوبی برای بازی فوتبال داشت برای همین مادر این مدرسه رو براش انتخاب کرده بود اما برای آنا مدرسه پیدا نشد تمام مدارس دخترانه اطراف پر شده بود و برای نام نویسی باید توی لیست انتظار میموند. برای همین آنا باید تا پیدا کردن مدرسه جدید توی خونه میموند. آنها هر روز نقاشی میکشید و سعی می کرد کتابای فرانسوی بخونه. روز اولی که مکس به مدرسه رفت، آنها حوصلش سر رفت. ساعت پنج عصر، وقتی برادرش برگشت، خسته و رنگ پریده بود. تا رسید، کیفش رو یه گوشه پرت کرد. مادر دستش رو با پیشبندش خشک کرد و گفت مدرسه چطور بود؟ مکس عصبانی گفت من از کجا بدونم؟ یک کلمه هم از حرفاشون نمیفهمم. دیگه این کیف آلمانی رو نمیبرم. آنا تعجب کرد. پارسال کیفا خریدی کهنه نشده که؟ مکس تشر زد. تو پاریس هیچ کس کیفش رو روی دوشش نمیندازه. مادر به مکس قول داد کیف جدیدی براش بخره. اما روز بعدم دوباره عصبانی و خسته از مدرسه برگشت. رفتن به مدرسه اونم تو کشور غریبی که زبونشونو رو نمیدونه سخت بود. با این حال آنا دوست داشت بره مدرسه تا زبان یاد بگیره. آنا همراه مادر به بازار رفت. دیدن بازار پاریس براش هیجان انگیز بود. همه چیز تو بازار پیدا می شد. فروشنده ها محصولات توی دستشون رو فریاد می زدن. چشم مادر به خانم میخورد. خورد. سلام مادام فردینان. مادام فردینان با مادر گرم سلام و احوال پرسی شد. زن به آنا نگاهی کرد و شمرده گفت زبانی فقانسوی بلدی؟ آنا لبخند زد. کمی. مادام فردینان کلم از مادر گرفت و سر جاش گذاشت بعد به مادر گفت بقیم یه جای اقزون تق با راهنمایی مادام فردینان مادر کلی مواد غذایی ارزون و تازه خرید لطفش جای تشکر زیاد داشت مادر گفت قبل از اینکه تو مکس به فرانسه بیاین با خانواده فردینان آشنا شدیم آقای فردینان روزنامه نگاره خانواده خوبی هن. داشتن دوستای فرانسوی توی پاریس نعمت بزرگیه روز بعد خانم فردینان با مادر تماس گرفت. خبر داد که برای آنا مدرسه خوبی پیدا کرده. صبح زود آنا همراه مادر به مدرسه رفت. مدرسه نزدیک خیابون شانزلیزه بود. مدرسه بزرگ با دیوارهای تیره. آنا و مادر از پله ها بالا رفتن. آنا از پنجره صدای سرود دست جمعی بچه ها رو شنید. توی دفتر مدیر مادر با خانم مدیر صحبت کرد. مدیر لاغر بود و خیلی خیلی جدی. مادر کمی از حرفهای مدیر رو برای آنها ترجمه کرد. بعد بلند شد و با مدیر دست داد. به آنها هم گفت ساعت چهار میام دنبالت. چند لحظه بعد دختری وارد دفتر شد. مدیر شمرده جوری که آنا به فهمه گفت اسمش کلت. آنا با تعجب به مدیر و کلت نگاه کرد. کلت دست آنا رو گرفت و اشاره کرد باهاش بره. بیرون دفتر کلت به پالتوی آنا اشاره کرد و گفت خیلی قشنگه آنا تشکر کرد کلت با اشاره گفت کتشو آویزون کنه و دفترش رو از تو کیفش برداره وقتی با کلت به کلاس رفتن چهل نفری برگشتن و به آنا نگاه کردند. کلت آنا رو کنار خودش نشون خانمی موسن جلوی میز آنا رفت آرام و شمرده گفت سلام آنا اسم من مادم سقراته آنا بلند شد و گفت روز به مادام بعد زیر چشمی هم کلاسیاشو نگاه کرد مادام سغرات دستاشو به هم زد و چیزی به فرانسوی گفت که آنا نفهمید بچه ها دفتراشون از توی کشوی میزا برداشتن مادام دفتری نو به آنا داد و دیکته گفت آنا کلمه از چیزایی که معلم میگفت نمیفهمید اما چیزی رو که حد میزد مینوشت دختری دفترها رو جمع کرد و به معلم داد زنگ تفریح آنا توی حیات مدرسه با بقیه دخترا بازی کرد. کلت دوستاشو به آنا معرفی کرد. تعداد زیادی از دخترا دست همو گرفتن و حلقه زدن. دخترا با هم شعری رو بلند بلند خوندن. هرچی بیشتر میخوندن بازی هم تند تر میشد. اونقدر تند که گاهی پاشون پیچ میخورد و روی زمین میافتادن. بچه ها بازی رو به آنا یاد دادن. هر بار که آنا اشتباه میکرد بقیه دخترها می البته خندشون دوستانه بود. آنا بازی رو خیلی زود یاد گرفت. ساعت دوم درس ریاضی داشتن. معلم عددها رو روی تخته نوشته بود و آنا تند تند جمع و تفریق میکرد. ساعت نهارم با کلت به سالن غذاخوری رفتن. جایی که خانومی غذای بچه ها رو داغ میکرد. آنها آنا ساندویچ برده بود و نیازی به داغ کردن نداشت. کلت با دیدن غذای آنا با اشاره چیزی درباره ناهار خوب گفت. آنا سر تکون داد و تشکر کرد. مادام سغرات توی سالن ناهارخوری چرخی زد و گفت آنا فرانسوی صحبت می کنی؟ آنا بقیه حرفای معلمشو متوجه نشد اما از اشارش فهمید باید همراه مادام سغرات بره. توی کلاس فقط آنا و معلمش بودن. مادام دفترای آنا رو روی میز گذاشت و کنارش نشست. اول دفتر ریاضی رو باز کرد. کنار مسئله های ریاضی علامت زده بود. با دست اشاره کرد و گفت خیلی خوبه. بعد دفتر دیکته آنا رو باز کرد. کل صفحه قرمز شده بود. مادام چینی به دماغش داد و با خنده گفت خیلی بد. معلم تو صفحه بعد تمام لغت های درست رو نوشته بود. از آنا خواست چند بار از روشون بنویسه. ساعت بعد زنگ نقاشی بود. آنا گربه پشمالویی کشید. معلم و همه همکلاسیاش تحسینش کردند. آنا هم نقاشیش رو به کلت هدیه داد و با اشاره بهش گفت به دیوار اتاقش بزنه. ساعت چهار عصر مادر توی حیات مدرسه منتظرش بود. خب مدرسه چطور بود؟ آنا خوشحال گفت مرکه چند هفته از مدرسه رفتن آنا گذشته بود بعد از ظهر خونکی با مادر به دیدن خاله سارا رفتن خاله سارا خواهر مادر بزرگ بود سالها پیش با مردی فرانسوی و پولدار ازدواج کرده بود اما شوهر چند سال قبل مرده بود از آخرین باری که مادر خالش رو دیده بود خیلی سال میگذشت توی راه مادر متوجه پالتوی آنا شد پالتو دیگه بهش کوچیک و کوتاه شده بود سر تکون داد پالتو خیلی کوتاه شده باید ببینم مادام فردینان میتونه بهش پارچه اضافه کنه آنا با تعجب پرسید مگه مادام فردینان بلده آره همیشه برای خودش و دخترش لباس میدوزه اگه ازش خیاطی یاد بگیرم خیلی خوب میشه مادر و آنا به خونه بزرگ و زیبا رسیدن دربان با کت و شلواری برازنده در و براشون باز کرد مادر و آنان سوار آسانسور شیشه ای شدن. آسانسور خیلی سریع حرکت می کرد. برعکس آسانسور خودشون که خیلی تکون میخورد خدمتکاری با لباس مرتب در رو باز کرد. ازشون دعوت کرد برن تو. گفت الان به مادام اطلاع میدم. پیرزن چاقی با لباس و کلاه توری قشنگ در سفید و بزرگی رو باز کرد و زغ زده گفت خدایا شکرت که از آلمان به سلامت رسیدین. خاله سارا مادر رو محکم بغل کرد و بعد به آنا گفت آخرین باری که مادر تو دیدم اندازه تو بود خاله خودش رو روی مبل جا داد به آنا نگاهی کرد و گفت چه پاهای بلندی داری آنا دامن پالتش رو پایین کشید و لبخند زد خاله سارا دستش رو دور گوشش حلقه کرد بلند گفت من کرم بلند حرف بزن بعد از توی جیب دامنش چیز سیاهی در آورد و به گوشش زد بهتر شد <applause> پیرزن به سختی از جاش بلند شد دست مادر و آنا رو گرفت و به اتاق پذیرایی رفتن پذیرایی بزرگ بود و پر از مجسمه های زیبا و مبل های بزرگ طلایی. خاله به خدمتکار گفت چای بیاره چند دقیقه بعد خدمتکار با سینی بزرگی اومد تو مادر و آنا با تعجب به سینی نگاه کردند. هشت مدل کیک و ساندویچ توی سینی بود خدمتکار از قوری چینی چای ریخت و جلوی مهمونا گذاشت مادر لبخند زد و گفت خاله این همه معلومه خواهر و بعد این همه سال دارم میبینم خاله سارا از سوی بشقاب برش بزرگی پای سیب برداشت روش خامه ریخت و داد دست آنا این بچه خیلی ضعیفه باید حسابی بخوره خاله سارا از کار پدر و آپارتمانشون پرسید مادر با اینکه با لبخند جواب میداد اما با هر جمله خالصارا سر تکون میداد و آهی میکشید خالسارا تمام کتابهای پدر رو خونده بود روزنامه آلمانیای فرانسه را میخوند وقتی صحبتاشون تموم شد مادر و آنا دیگه جا نداشتن چیزی بخورن خالصارا به مادر اشاره کرد تا دنبالش به اتاقی بره توی یکی از اتاقا پر بود از لباس و پارچه خالصارا بلند گفت من و خانومای دیگه اینا رو به بچه های نیازمند میدیم پیرزن از لابلای پارچه ها پارچه زیبای سبزی در آورد و جلوی آنا گرفت این برای پالتو خوبه مادر دست خاله سارا رو گرفت و گفت ممنون خاله ولی قبول نمی کنم. چرا؟ یه نگاه به لباس دخترت بنداز مادر زیر لب گفت براش میخرم خاله سارا سر تکون داد. لباسی رو جلوی آنا گرفت که براش بزرگ بود. لباس دیگه ای برداشت و گفت شما تازه اومدیم فرانسه اینقدر مغرور نباش. اینا رو برای بچه های نیازمند دادن. بچه تو هم به پالتو نیاز داره. خاله با اصرار دو بسته بزرگ لباس و پارچه به مادر داد. آنا با صدای بلند نزدیک گوش خاله گفت ممنون همیشه دوست داشتم پالتوی سبز داشته باشم. خاله سارا لبخند زد عزیزم مبارکت باشه تو خونه آنا با خوشحالی پارچه ها رو جلوی خودش می گرفت و درباره مدل ها با مادر صحبت می کرد. مادر خاله سارا چند تا بچه نیازمند می شناسه؟ همون لحظه صدای در اومد. پدر تو اومد. اینا چیه؟ آنا خوشحال گفت. پدر اینا رو خاله سارا داده برای بچه های نیازمنده. پدر با تعجب به مادر نگاه کرد و گفت چی میگه؟ مادر گفت خاله این پارچه ها رو به سارا هدیه داد پدر کیفش رو روی میز گذاشت از پارچه های خیریه به دختر من هدیه داده؟ مادر سر خودش رو با یکی از پارچه ها گرم کرد اینجوری که فکر میکنی نیست آنا لباس میخواد و خاله بهش پارچه داده که بدوزه پدر گفت ولی این هدیه واسه خیریه است مادر پارچه را انداخ روی میز و گفت یه نگاه به آنا بکن ببین لباس چقدر کوتاه شده پدر و آنا به هم نگاه کردند آنا که نمیخواست پدر ناراحت شه پالتوشو پایین کشید پدر گفت یه پالتوی قشنگ بدوزین بعد کیفشو برداشت و به اتاقش رفت مادر و مکس و آنا به خونه فردینان ها رفتن فرانسین تنها فرزند خانواده فردینان دختر زیبایی همسن آنا بود مکس از اینکه به اجبار مادر راهی مهمونی شده قور میزد و میگفت دوست نداره بیاد اما همین که فرانسینو دید لبخند زد و با لحجه پاریسی گفت از دیدنتون خوشحالم فرانسین لباس قشنگی پوشیده بود مادام فردینان اندازه مکس و آنا رو گرفت و پاشه ها رو برید دو تا شلوار و یه پیرن برای مکس یه پالتو و پیرهن هم برای آنا مادر پیرهن آنا رو برداشت. خواست به مادام کمک کنه که خندید و گفت نمیذارم پارچه ها رو خراب کنی تو برو پیانو بزن. مادر سوزن و نخو از توی کیفش در آورد و گفت ولی من وسیله خیاطی آوردم. پارچه هایی به این قشنگی رو خراب میکنی. مادر قبول کرد. پیانو زد و مادام فردینان لباس آنا رو کوک زد. آنا و مکس با فرانسین به اتاقش رفتند. فرانسین گربه سفید پشمالویی داشت که خیلی زود با آنا دوست شد و روی دامنش نشست. مکس و فرانسین هم از توی قفسه ما رو پله برداشتن. مکس لبخند زد و گفت منم از اینه داشتم. تازه برای من شطرنجم داشت. فرانسین پرسید خب چی کاریش کردی؟ مکس شونه هاشو بالا انداخت. نازیا تمام وسیله همون از همون گرفتن. آنا خندید و گفت حتما هیتلر باشون بازی میکنه کمی بعد آنا و مکس لباساشون رو امتحان کردن مادام فردینان گفت یک شنبه بیاین برای امتحان آخر مادر از مادام فردینان تشکر کرد و گفت یک شنبه شما برای شام بیاین یک شنبه خانواده فردینان به آپارتمان خانواده آنا رفتن پدر و آقای فردینان با هم صحبت میکردن و میخندیدن مادام فردینان هم لباسا رو میدوخت گرتم غور میزد و به مادر کمک می کرد. خانم فردینان که از دست غور زدن های خسته شده بود از مادر پرسید چی جوری تحملش می کنی؟ آنها برای خانم فردینان تعریف کرد مادر گریت بهش سپرده خیلی خودشو خسته نکنه خوب بخوابه و غذاشو کامل بخوره گریت هم باید به حرف مادرش گوش کنه خانم فردینان خندید به مادر گفت آنا و مکس خیلی خوب پیشرفت کردن. من تا حالا ندیده بودم کسی توی دو ماه زبان دیگه رو یاد بگیره. آنا از تعریف مادام فردینان خوشحال شد. با اینکه معنی خیلی از کلمه ها رو نمیدونست، فکر کرد خیلی زود مثل پاریسی ها صحبت میکنه. آنا توی مدرسه مدام با دوست صمیمیش کلت فرانسوی حرف میزد. معلمش هم ساعت نهار باهاش تمرین میکرد. همینا باعث شده بود غلطای دیکته کم بشن. مادر و مادام فردینان خیلی با هم صمیمی شده بودند. مادام فردینان به مادر دستور پخت غذاهای فرانسوی رو میداد. مادرم خیلی عالی غذاها رو میپخت. نزدیک تابستون هوا روز به روز گرم گرمتر میشد. تابستون پاریس خیلی سخت بود. به خصوص برای بچه ها که به گرم و عادت نداشتن. خانواده زورن ازشون دعوت کرده بودن برن سوئیس، اما پول مسافرت نداشتند. تا اینکه نشریه ای فرانسوی سفارش مقاله ای به پدر داد. پول سفرشون جور شد. قبل از رفتن گرته تصمیم گرفت برای همیشه برگرد اتریش. همه از رفتن گرته خوشحال بودن. خانواده زورن به گرمی ازشون استقبال کردند. مکس و آنا دلشون برای دوستاشون تنگ شده بود. آنا وقتی لحجه و زبان آلمانی و شنید خیلی خوشحال شد. بچه ها مثل قبل شنا میکردن و قایم باشک بازی میکردن. ورنلی و آنا با هم درباره کلاسیشون صحبت کردند. آنا احساس میکرد چیزی تغییر کرده ولی نمیدونست چی. روزی آنا معلمش آقای گراپه رو دید. آقای گراپه پرسید مدرسه های پاریس چطوره؟ چند نفر سر کلاسین؟ چهل تا دختریم. آقای معلم سر تکون داد و گفت چند سال درس میخونن تا دیپلم؟ آنا کمی فکر کرد و به فرانسوی گفت نمیدونم خودش هم تعجب کرد فرانسوی جواب داده نگران شد معلمش فکر کنه پوز میده آقای معلم سری تکون داد و گفت بعضیا خیلی فرانسوی شدن آنا سرخ شد و معذرت خواهی کرد بعد از اینکه آقای گراپه رفت ورنلی از آنا پرسید زبان فرانسوی خیلی خوبه آنا شونه هاشو بالا انداخت و گفت نه خیلی مکس زبانش بهتره نمرای مدرسهشم خیلی خوب شده حتی از وقتی تو برلین بودی من بهتر ورنلی به آنا نگاهی کرد و گفت تو خیلی عوض شدی آنا تعجب کرد و گفت نه من عوض نشدم چرا این حرفو میزنی؟ ورنلی شونه بالا انداخت و گفت چون عوض شدی تا به سون زود تموم شد و آنا مجبور بود دوباره با دوستاش خداحافظی کنه دوستاشو محکم در آغوش گرفت و آرزو کرد دوباره زود اونا رو ببینه. آنا به کلاس بالاتر رفت. باز هم معلمشون مادام سقراط بود. درسا سخت شده بود. هنوز غلط دیکته داشت و هرچی تلاش میکرد کرد غلطاش کمتر نمی حتی توی ریاضی هم ضعیف شده بود. آنا مجبور بود اول سوالا رو به آلمانی ترجمه کنه بعد جواب بده. بعضی وقتا جواب سوال های مادام سغراتو می دونست ولی تا می اومد جوابش رو به فرانسوی ترجمه کنه دیر می شد. دیگه مثل سابق مدرسه رو دوست نداشت. درساش با دل سردی می خوند. یه روز وقتی تمرین ریاضی حل می کرد مادر گفت کار تموم نشده؟ آنا که دستش رو زیر چونش زده بود سرشو رو داد و گفت خیلیش مونده. مادر برگه سوال های ریاضی رو دید. آنا دور چند تا کلمه رو خط کشیده بود. مادر تعجب کرد و گفت اینجوری درس میخونی؟ یه ساعت فقط دور کلمه ها رو خط کشیدی؟ آنا سرش رو پایین انداخت. بغزش ترکید. مادر من خیلی تلاش میکنم ولی نمیتونم فرانسوی خیلی سخته. اشکای آنا روی برگه سوال ها ریخت. مادر دستش رو روی شونه آنا گذاشت و گفت نگران نباش نتیجه تلاشاتو میبینی آنا کتابش رو روی زمین انداخت و گفت من هیچ وقت این زبان یاد نمیگیرم مثل گرته مادر بلند شد و پالتوشو پوشید و گفت سن تو سنه یادگیریه تو حتما یاد میگیری من میخوام برم خرید با من بیا تا یه هوایی بخوری آنا پالتوشو پوشید و همراه مادر بیرون رفت توی راه به گرته فکر کرد که زبان فرانسوی رو یاد نگرفت و برگشت کشورش آنا دوباره گریش گرفت مادر جلوی کافه ایستاد و گفت بریم تو آنا رو هل داد و دوباره گفت من چای میخورم تو هم کیک سفارش بده آنا با تعجب به مادرش نگاه کرد و گفت گرون نمیشه پول دارم ولی کیک بزرگ سفارش نده آنا کیک بلوتی با خامه سفارش داد مادر چایشو خورد و گفت وقتی پیانو یاد می گرفتم بعضی وقتا خیلی کلافه می شدم. زیاد تمرین می کردم ولی نمیتونستم تونستم قطعه رو بزنم اما یهو توی یکی از تمرینا همه چیز حل می شد خودم هم تعجب میکردم چرا زودتر موفق نشده بودم شاید زبانم برای تو همینطوره یعنی یهو به نتیجه می رسی شونه بالا انداخت و گفت شایدم من باهوش نیستم اگه باهوش نبودی تو این مدت انقدر زبانت خوب نمیشد. مادر فنجون چایش رو روی میز گذاشت و گفت یه قولی بهم به بده یه بار دیگه تلاش کن اگه موفق نشدی من یه راه حلی پیدا می کنم پول مدرسه خصوصی نداریم اما بهت قول میدم درستش کنم آنا به مادر قول داد یک بار دیگه مثل سابق تلاش کنه مادر خندید و گفت <applause> چقدر کیف میده با دخترش بره کافه مادر صورت حسابو پرداخت کرد زیاد شده بود اما به روی آنا نیاورد صبح روز بعد مادر نامه ای به مادام سغرات نوشت توی نامه از خانم معلم خواست بیشتر با آنا کار کنه آنام تلاش میکرد درساشو با دقت و حوصله بیشتری بخونه. صحبتهای مادر امیدوارش کرده بود. دو هفته بعد توی مسیر خونه کلت از آنا پرسید یک شنبه کجا رفتی؟ آنا بدون اینکه فکر کنه جوابشو داد رفتیم پارک از اینکه ناگهانی و بدون ترجمه کردن کلمه های آلمانی جواب داده تعجب کرد کورت پرسید با کی؟ آنا زود جواب داد با دوستامون خانواده فردینان آنا خندید و کرتو بغل کرد توی مدرسه هم جواب سوالای مادام سقرات توند تند میداد. یه بار جمله ای رو غلط گفت ولی در کل پیشرفت خوبی داشت. آنا و خانواده‌اش کریسمس کنار خانواده فردینان بودند. خیلی بهشون خوش گذشت. هرچند نسبت به قبل فقیرتر هم شده بودند، اما حالشون خوب بود. شب سال نو به خونه فردینانا رفتن. مکس و فرنسین با هم بازی می‌کردند. مادر و خانم فردینان هم غذا را آماده می‌کردند. آنا با گربه‌شون بازی می‌کرد. پدر هم با آقای فردینان صحبت می کرد و می خندید. آنها از دیدن خنده های پدر خیلی خوشحال بود. از ظهر که کارت پستال امو جولیوس رو دیده بود، اخماش تو هم بود. اما الان می خندید. این اواخر امو جولیوس کمتر نامه و کارت پستال می فرستاد. پدر از هر نامه می فهمید تو آلمان سختتر شده. با دیدن کارت پستال آخر که نوشته بود هرچه بیشتر انسانها رو میبینه به حیوانات بیشتر علاق من میشه پدر نگرانتر شده بود. آنا از صحبتهای بزرگتر را فهمید خیلی از خانواده های فرانسوی سال سختی داشتند. چیزی که بهش بحران اقتصادی میگفتند، باعث فقر خیلی از خانواده ها شده بود. بعد از شام آقای فردینان لیوانش رو بالا برد و گفت سال 1935 مبارک همه برای هم آرزوی سال خوبی کردند بعد از تعطیلات کریسمس مادر سرما خورد گرته به کشورش برگشته بود و مادر دست تنها بود خسته بود و کار خونه رو دوست نداشت ولی مجبور بود انجام بده آنا و مکس گاهی کمکش میکردن اما کارای مادر زیاد بود خرید، شست و شو، پخت و پز، شستن لباسا، مرتب کردن خونه، روفو کردن و دوخت و دوز. پدر کار کردن تو خونه رو بلد نبود. از طرفی دوست نداشت مادر خستشه. حتی یه بار کتاب و بست و نگران گفت چرا اینقدر کار؟ وقتی ملافه رو رو تخت بکشی دوباره چروک میشه. این کار چه فایده ای داره؟ مادر عصبانی شد که پدر درکی از کارای خونه نداره. یه شب دیگه موقع روفو لباس بچه پدر دوباره گفت چرا این کارو میکنی؟ مگه کسی قرار زیر پوش بچه ها رو ببینه؟ آنا از حرف پدر تعجب کرد. مادر بلند گفت مگه میشه لباس پاره تنشون کنن؟ دعوا شروع شد. مادر عصبانی فریاد زد. نگاه کن همین درز و مادام فردینان با چرخیاتی تو دو دقیقه میدوزه ولی من باید نیم ساعت کوک بزنم. مادر روبالشی رو روی مبل پرت کرد و گفت هفته ای دو بار خدمتکار خونه مادام فردینان رو تمیز میکنه من چی؟ من تنها کاری که یاد گرفتم پیانو زدن بوده نه رفو کردن بعد هم به آشپزخونه رفت و در آن محکم بست روز بعد پدر با جعبه بزرگی به خونه اومد مادر با تعجب به جعبه نگاه کرد پدر در جعبه رو باز کرد مادر با تعجب به جعبه نگاه کرد پدر در جعبه رو باز کرد تا چشم مادر به چرخ خیاطی افتاد گفت خریدیش؟ پدر خندید و گفت <applause> چرخ خیاطی کارتو سبکتر میکنه مادر نگاهی به چرخ سیاه و قدیمی کرد و گفت من خیاطی بلد نیستم با چرخم نمیشه جوراب رفو کرد مادر صندلی میز غذاخوری رو بیرون کشید و روش نشست و گفت چقدر شد؟ پدر گفت نگران نباش، امروز دفتر روزنامه به هم حقوق داد، تو اینو لازم داشتی، مادر عصبانی گفت، حقوق تو برای این دادی، باید کرای خونه و پول قصابو بدیم، آنها هم کفش نداره، مادر سرشو تو دستاش گرفت و دوباره گفت، چرا به فکر نیستی، همین حالا برو پسش بده، وسط بحث مادر و پدر، خانم فردینان اومد، مادر یادش رفته بود خانم فردینانو برای چای دعوت کرده، خانم فردینان به چرخ سیاه و کج روی میز نگاه کرد و گفت این دیگه چیه؟ براش پولم دادین؟ مادر دستش رو به کمرش زد و گفت میبینی حقوقش رو پای چی داده؟ خانم فردینان نگاهی به چرخ حیاتی کرد و گفت سوزن شکسته چرخم کج شده انگار از دست یکی افتاده بعد به پدر گفت اینو از کجا خریدی؟ پدر نشونی مغازه رو گفت. مادام فردینان کیفش رو برداشت و گفت مم. بریم پسش بدیم. آنا همراه پدر و خانم فردینان به مغازه رفت. مغازه پر وسایل کهنه و شکسته و قدیمی بود. صاحب مغازه روی پوست ببر نشسته بود. تا پدر و چرخ خیاطی رو تو دستش دید چشماش رو ریز کرد. پدر گفت عصر بخیر امروز این چرخ خیاطی از شما خریدم اما کار نمیکنه. لطفا پس بگیرین. مرد اخم کرد و گفت معامله تمام شد نمیشه پدر گفت ولی چیزی که شما فروختین کار نمیکنه مرد بلند شد و به پدر چشم قاره رفت و گفت چیزی که فروخته شده پس گرفته نمیشه پدر معدبانه گفت ولی قابل استفاده نیست مرد چونهاشو بالا انداخت و گفت همون اول فکرشو میکردی ناگهان خانم فردینان فریاد زد اگه این آشغالیو که فروختی پس نگیری به پلیس خبر میدم تو مغازت چی میفروشی چشمای مرد گرد شد خانم فردینان به پوست ببر اشاره کرد و گفت میدونم هیچ کدوم از اینا رو از راه درست جمع نکردی شوهرم روزنامه نگاره بهش میگم نشونی مغازت رو توی روزنامه بزن و بنویسه چی میفروشی مرد التماس کرد خانم خواهش میکنم بعد دستش رو تو جیبش کرد و اسکناسای مشاله شده رو به پدر داد مادام فردینان گفت درسته؟ پدر سرش رو تکون داد. بعد چرخیاتی رو به مرد پس داد. موقع خداحافظی مادام فردینان با گلایه به پدر گفت کار اشتباهی کردی هر وقت به چرخ احتیاج داشتین از من امانت بگیرین بعد با آنا دست داد و گفت فردا میام خونتون تا به مادر توی رفو کردن کمک کنم مادر بزرگ قبل از بهار به پاریس اومد مادر خونه رو تمیز و مرتب کرده بود. قبل از اینکه مادر بزرگ برسه به بچه ها گوش زد کرد خونه رو به هم نریزن. مادر بزرگ پیش خالصارا مونده بود ولی روزی یه بار به آنا و خونوادش سر میزد. اولین باری که مادر بزرگ به آپارتمانشون اومد چند دقیقه با تعجب به اطراف نگاه کرد. آخر سر گفت نمیتونست این جای بزرگتری اجاره کنین؟ مادر برای مادر بزرگ کیک سیب آورد. جای بزرگتر پول بیشتری هم میخواد مادر بزرگ با ناراحتی سر تکون داد شوهرت نمیخواد کاری کنه مادر به آنا و مکس نگاه کرد مادر رکود اقتصادیه شوهر منم تنها نویسنده آلمانی تو فرانسه نیست مادر بزرگ به مکس که تیکه بزرگ کیک تو دهنش میذاشت نگاهی کرد و گفت ولی این راه بزرگ کردن بچه ها نیست بشقاب مکس از دستش افتاد مادر بهش اشاره کرد بشقابو برداره مادر بزرگ گفت تو اینجوری بزرگ نشدی؟ آنا متوجه ناراحتی مادر شد. مادر بغض کرد. مکس برای اولین بار تو زندگیش تلاش میکنه. آنا هم تو این مدت فرانسوی یاد گرفته. آنا با افتخار سرش رو تکون داد و گفت این ماه امتحانات نهایی ابتدایی تموم میکنم. مادر بزرگ بی سرش رو تکون داد. مادر و آنا و مکس چند باری با مادر بزرگ به گردش و رستوران رفتن، جاهایی که خودشون پولشون نمی رسید برن. مادر بزرگ دو هفته پاریس موند. آنا و مکس و مادر تا ایستگاه قطار بدرقش کردند. موقع خداحافظی مادر بزرگ به مادر گفت هر وقت خاصی بچه ها رو بفرست پیش من. آنا خودش برای امتحانات آماده شده بود. مطمئن بود توی ریاضی، دیکته، انشا و ورزش نمره خوبی میاره. درس تاریخ و جغرافی براش سخت بود. هر شب باید حسابی میخوند و تاریخ رو حفظ میکرد. نگرانی اصلی آنا درس خیاطی بود. آنا هیچ وقت مرتب و منظم کوک نمیزد. معلمش هم هر کاری میکرد نمیتونست علاقه آنا رو به خیاطی جلب کنه. روز امتحان دو معلم از یه مدرسه دیگه برای گرفتن امتحان اومدن. اول امتحان ریاضی بود. آنا مطمئن بود همه رو درست جواب داده. نوبت امتحان انشا شد. موضوع انشا مسافرت بود. آنا درباره سفر پدر از برلین به پراگ نوشت. انشا پنج صفحه شد. امتحان ورزش هم خوب بود. فقط از عهده خیاطی بر نیومد. معلم ها از چیزی که دوخته بود تعجب کردند. در کل آنا راضی و خوشحال بود. پیش مادر رفت تا موفقیتش رو بهش بگه. برای مادر تعریف کرد چطور موقع امتحان ورزش پاشو از همه بالاتر گرفته بود. ناگهان در باز شد و مکس دوید توی خونه. نفس زنان گفت مادر مادر موقع جایزه دادن باید بیای مدرسه. مادر با خوشحالی بلند شد و گفت جایزه درس لاتین؟ مکس خندید و گفت نه <applause> <applause> جایزه شاگرد اول شدنم مادر مکسو بغل کرد پدر هم از اتاقش بیرون اومد و به مکس تبریک گفت چند روز بعد مادر برای گرفتن کارنامه با آنا به مدرسه رفت خانم سقرات پاکتی به مادر داد و گفت هر سال شهردار به پنج تا انشای اول جایزه میده آنا هم جایزه اول و برنده شد آنا از اینکه به انشایی که درباره پدر نوشته جایزه دادن خیلی خوشحال شد. مادر با خوشحالی پاکت رو باز کرد و دو تا اسکناس ده فرانکی برداشت. به خانم سقرات گفت ممنونم اگه کمک شما نبود آنا اینقدر خوب پیشرفت نمی کرد. پدر هم از شنیدن برنده شدن آنا خیلی خوشحال شد. آنا رو بغل کرد و بهش تبریک گفت. این اولین دست مزد به عنوان نویسنده است. قدرش رو بدون. تابستون گرم پاریس دوباره از راه رسید. شهر خلوت شده بود و خیلی از مغازه ها تعطیل بودن. هم های آنا و خانواده فردینان رفته بودن سفر. آفتاب تیز و تند بود و گرما از سنگ فرش خیابون بالا میزد. آنا و مکس گوشه ی حیات توی سایه بازی میکردن. مادر خیلی از روزا بدخلق و بیحسله بود. تک کلامش شده بود. اگه به لندن رفته بودیم؟ مادر از روزنامه ها و فیلمسازهای فرانسه متنفر بود. چون نه مقاله های پدر رو چاپ میکردن نه فیلمنامه هاشو می ساختن. مدام از کسانی که به انگلیس مهاجرت کردن و موفق شدن صحبت میکرد. پدر هم بیشتر توی اتاقش میموند و سعی میکرد چیزی بنویسه. آنا و مکس متوجه شده بودن پدر فیلمنامه ای نوشته. پدر فکر میکرد با فروش فیلمنامه پولی به دست میاره. فیلمنامه رو برای دو تا بنگاه های فیلمسازی فرستاده بود ولی ردش کردن. پدر توی آخرین تلاش فیلمنامه رو برای کارگردانی مجارستانی توی لندن فرستاده بود و منتظر جوابش بود. مادر که خیلی نگران بود با پدر درباره رفتن به لندن بحث می هیچ جوره نمیشه تو این کشور پولی به دست آورد. بچه ها چند هفته دیگه باید برگردن مدرسه. حتی کرایه ماه دیگرم نداریم. پدر رفتن به لندن و هر روز عقب مینداخت و میگفت درست میشه تا اینکه یه روز آنا برای خرید بیرون رفت موقع برگشت مردی آلمانی رو دید که از سرایدار سراغ پدر رو میگرفت سرایدار به آنا نامه با تمر انگلیس داد آنا با دیدن تمر انگلیس قلبش محکم تپید امیدوار بود خبر خوبی باشه آنا به مرد گفت با من بیاین توی آسانسور مرد به آنها گفت تو آنا اینا؟ آنها لبخندی زد و سر تکون داد. تا از آسانسور پیاده شدن پدر و مادر رو صدا زد. مادر مرد رو به خونه دعوت کرد. پدر از اتاق بیرون اومد و با مرد احوال پرسی کرد. آنا نامه رو به پدر نشون داد. از انگلیسه. پدر به آنها گفت سب کن. مرد لبخند زد و به پدر گفت من تو آلمان هنر پیشه تئاتر بودم ولی نقشای کوچیکی داشتم و شما منو نمیشناسین. مادر فنجون قهوهی جلوی مرد گذاشت و مرد تشکر کرد و گفت تو برلین با جولیوس آشنا شدم از باغ وحش اخراجش کردن تو کارخونه جاروکشی میکرد بعد مجبور شد آپارتمانش رو پس بده و اتاق کوچیکی بگیره همونجا باش آشنا شدم انسان خیلی خوبی بود با اینکه دستش خالی بود ولی مرتب به باغ وحش میرفت و برای حیوانا میوه و خوراکی میبرد از شما خیلی تعریف میکرد و دلش برای مکس و آنا خیلی تنگ شده بود مرد قهوه و تیکه شیرینی خورد و گفت ازش خواهش کردم با من به پاریس بیاد ولی فکر میکرد اوضاع تو آلمان بهتر میشه تا اینکه بدون دلیل یه روز بهش گفتن حق ورود به باغ وحش رو نداره مرد زیرچشمی نگاهی به پدر انداخت و گفت پارسال جولیوس از قصه دق کرد و مرد. مرد ساعت امو جولیوس رو به پدر داد. مادر با چشمای گرد مرد نگاه میکرد. مکس یهو خودش رو توی مبل انداخت و سرش رو تو دستاش گرفت. پدر به ساعت امو جولیوس خیره شده بود. تا چند دقیقه بعد از رفتن مرد کسی حرفی نزد. تا اینکه آنا نامه توی دستش رو دید و به پدر داد. تمره انگلیس رو داره. پدر نامه رو باز کرد و خوند بعد به مادر داد مادر با صدای بلند خندید <applause> فیلم نامه از پدر هزار فرانک خریدن <applause> مادر چکو از توی پاکت نامه برداشت پدر لبخندی زد و سرش رو تکون داد مادر گفت باید زودتر بریم لندن بعد دستش رو شونه پدر گذاشت به یقه لباس کنه پدر نگاهی کرد و گفت قبلش باید کت و شلوار نو بخریم. همه با اشتیاق وسیله رو جمع کردند. آنا و مادر برای خداحافظی از معلم ها به مدرسه رفتن. اما معلم مهربون آنا از تعطیلات بر نگشته بود. آنا براش نامی تشکر و خداحافظی نوشت. بعد با مادر رفتن تا با خالسا را خداحافظی کنند. شب آخرم کنار خانواده فردینان شام خوردن. مادر خانم فردینان رو به لندن دعوت کرد. خانم فردینان گفت حتما برای دیدن فیلم به لندن میاییم آنا و مکس دلشون برای پاریس تنگ میشد روی عرشه بودن که پدر بهشون قول داد دوباره بر میگردن کمی که کشتی جلوتر رفت مادر و آنا و مکس حالشون بد شد دریا زدگی وضعیت بدی بود نزدیک انگلیس هوا بارونی و شرجی شد وقتی به انگلیس رسیدن سوار قطار شدن و به لندن رفتن آنا سرش رو به شیشه قطار چسبوند و احساس کرد حالش داره به هم میخوره. بارون به شیشه قطار میخورد. آنا چشمش رو بست و یاد سفرش به برلین افتاد. اون وقت هم حالش بد شده بود. آنا به مردم انگلیس نگاه کرد. بیشترشون کاپشن یا پالتوی چرم پوشیده بودند. زیاد صحبت نمیکردن و معدبانه رفتار میکردن. توی ایستگاه لندن از قطار پیاده شدند. روی سکو پسر عموی مادر رو دیدن که منتظرشون بود. آنا از خستگی و سرما به پدر تکیه داد. دوست داشت زودتر به جای گرمی برسن تا استراحت کنه. پسر عموی مادر دنبال تاکسی رفت. کمی بعد برگشت و گفت بارون شدیده تاکسی راحت گیر نمیاد. آنا یاد دو سال قبل و سفرشون به زوریخ افتاد. روی نیمکت ایستگاه نشست و سرشو به شونه پدر تکیه داد. یاد کتابی افتاد که گانتر بهشون هدیه داده بود. کتاب زندگی نامه افراد معروف که کودکی سختی داشتن. آنا یاد آرزوهاش افتاد. فکر کرد بچه‌ای که از کشورش ترد شده و پناهنده شده چقدر شرایطش سخته. چشماشو بست و فکر کرد. البته همین که کنار خونوادشه یعنی زندگی خوبی داره. پسر عموی مادر برگشت و گفت تاکسی منتظره. همه با عجله چمدونا رو برداشتن و توی تاکسی گذاشتن. پسر اموی مادر نشونی هتل رو به راننده داد. آنا سرش رو به پنجره ماشین تکیه داد و به قطرات بارون خیره شد.